الهه دلاورزی، دختری که پس از 30 آگست سال گذشته میلادی با انتشار یک نوار تصویری پرده از رسوایی جنسی یک از اعضای گروه طالبان برداشت. سعید خستی، شخص وابسته به گروه حقانی طالبان و کسی که به اجبار با الهه دلاورزی ازدواج کرد. الهه دلاورزی در آن ویدیویی که به تاریخ 30 آگست سال گذشته منتشر کرد گفت که سعید خستی به اجبار با او ازدواج کرده. خستی اما ادعا کرد که ازدواج بر رضایت الهه بوده و او به دلایل عقیدتی الهه را طلاق داده. ماجرا به اینجا ختم نشد. الهه به همکاری نهادی به نام هیومن فرست با دو خواهرش سودابه و صدف به اسلام آباد منتقل شد و به تاریخ 11 نوامبر سال گذشته میلادی به ادعای خواهر الهه طبق یک دسیسه از قبل طراحی شده الهه از اسلام آباد ربوده شد و 80 روز می شود که در زندان طالبان به سر می برد. در برنامه امشب سودابه سها دلاورزی و صدف دلاورزی خواهران الهه دلاورزی را با خود داریم. از این دو خواهر درباره ابعاد مختلف این قضیه میپرسیم. اینکه ماجرا از کجا شروع شد، چگونه الهه از پاکستان ربوده شد و فعلا وضعیت خودش و خانوادهش چگونه است. بانو سودابه دلاورزی و بانو صدف دلاورزی، به تویتر سپیس روزنامه 8 صبح خوش آمدید. تشکر که وقتتان را در اختیار ما قرار دارید. صحبت را از ابتدای ماجرا شروع کنیم. بانو صدف، از شما شروع میکنیم با صحبت های شما. این که درباره ازدواج الهه خواهرتان با سعید خستی به ما بگین، این که سعید خستی چگونه با خانواده شما آشنا شد، ابتدای این ماجرا از کجا شروع شد، بفرمایید. سلام تقدیم می کنم خدمت شما و خدمت تمام دوستانی که در اسپیس حضور دارن. در قدم اول تشکری می کنم از روزنامه 8 صبح که ما را وقت دادن که در اسپیس حضور پیدا بکنیم و صحبت بکنیم، و از شما آقای مقیم همچنان تشکر. و قبل از اینکه در مورد موضوعات دیگر بپردازم، می خواهیم که یک اشاره کوتاهی داشته باشم بر یکی از سخنان را که شما بیشتر گفتین. البته الهه در 30 اگست بعد از یک ویدیوهای خود نشر کرد، تنها الهه توسط تیم به پاکستان انتقال داده شد و ما قبلا به پاکستان رفته بودیم خودمان. خب در مورد چگونگی و در مورد از اینکه چگونه قاری سعید خوستی با خانواده ما، البته این مسائل با وقوع پیوست. خب در فبروری پارسال که تقریبا زمستان همی سال گذشته بود، یک روز که البته ماه فبروری بود، الهه به خاطر گرفتن سودا بیرون رفت. خب خانواده ما یک خانواده کوچک 4 نفره است که مادرم تقریبا 5 سال قبل فوت کرده و پدرم هست، ما هستم، الهه خواهر کلانم است، ما خواهر دوم هستم و سودابه جان خواهر سوم، و یک خانواده کوچک هستیم که بیشتر همی مسائل سودا و اینا را الهه البته می رفت و می آورد. همون روز هم طبق معمول الهه به خاطر گرفتن سودا بیرون رفت. بعد از ظهر بود که تقریبا دیگر بود، به خاطر گرفتن سودا بیرون رفت، اما شام شد، تاریکی شد و بالاخره الهه نامد. فبروری پارسال قسم می کنم. ما بسیار جستجو کردیم، اما به دلیل ترس را که مثل هر کس دیگه از طالبا داشتیم، ما به هیچ یکی از ادارات طالبا مراجعه نکردیم. او زمان نو طالبا آمده بودند و خشونتشان به مراتب از حالا بیشتر بود، چون حالا یک گپی است که به خاطر به رسمیت شناخته شدن کوشش میکنن که یک پوست را در خود کش بکنن، اما او زمان به شکل آزادانه هر کار را که میخواستن میکردن. ما به خاطر همین ترس را که داشتیم، ما به هیچ یکی از ادارات طالب مراجعه نکردیم، اما خودمون بسیار جستجو کردیم. من به یاد دارم که همون شب ما حتی تا صبح بیدار بودیم، 4 طرف گشتیم در مناطق مختلف، 4 طرف خانه ما را در اون قسمتی قرار بود الهه بره به خاطر سودا. اونجا هم رفتیم، اما ما الهه را پیدا نکردیم و میفهمیدیم، چون ما از تقریبا از 5 سال قبل که مادرم فوت کرده بود هیچ گونه روابطی با اقوام ما نداشتیم، چون پدرم میگفت که تقریبا 3 دختر البته داره و میگفت که شما باید همیشه مسئول درس باشین و با اقارب رفت آمد نداشته باشین. ما میفهمیدیم که الهه خانه هیچ یکی از اقارب نیست و ای که الهه دفعتن کجا شده بود، ایره ما بسیار جستجو کردیم، اما ما هم روز پیداش نکردیم.
البته چند روز بعدش بالاخره با جستجوی بسیار زیاد ما که چهار طرف جستجو کردیم، چند روز بعد به شکل دفتنی دروازه تک تک شد که از طرف صبح بود. زمانی که ما دروازه را باز کردیم دیدیم الاها در پشت دروازه است، خیلی گریه کرده با وضعیت ترس خورده و بسیار ناگوار، و متوجه دست و صورت شدیم که خیلی کبود بود، گردن، دست، صورت، چهار طرف دست و پایش. ما هم بسیار ترسیدیم، دفتنی را گرفته خانه بردیم و پیش از اینکه ببریم متوجه دروازه شدیم که در عقب دروازه ما به فاصله چندین متری یک موتر ایستاده است که چندین طالب در اطرافش است و یک زن هم در امون نزدیک ایستاده است. ما الهه را آجلتر به خانه بردیم و چون از این وضعیت ما هم شوکه شده بودیم، الهه را پرسیدیم که چی گپ شده. با وجودی که اصلا نمیتونست سخن بگوید ولی به بسیار مشکل تانست که همو واقعات که رخ داده را گفت. ای که وقتی که به خاطر گرفتن سودا شده بود در ساحه قلعه نجارا، البته در موتر شده بود، از گلهی تا قلعه نجارا رفته بود، وقتی در ساحه قلعه نجارا رسیده بود در یک چک پوینت، به دلیل از اینکه تنها در موتر است و این موترش در یک چک پوینت توسط طالبای که البته تلاشی بود، ایر توقف دادن موترش و الهه را مو بکس گرفته و بردن در حوزه 11 هم حوزه 11 هم و پلیس نزدیک قلعه نجار است. بعد از اینکه موبایل الهه را چک کردن و بکسش را چک کرده بودن، به خاطر محتویات داخل موبایلش که چندین عکس از نیروهای نظامی قبلی و بعضی از عکسهایی که البته در فیسبوک اینا پست میکرد یا سیف میکرد، اونا فکر کرده بودن طالبا که گویا الهه از جمله دخترای معترض است، الهه را گرفته بودن و به جرم از اینکه با وجود اینکه الهه از جمله معترضین نبود، الهه صرف به خاطر سودا بیرون رفته بود، اما الهه را از حوزه 11 دوباره انتقال داده بودند به ریاست استخبارات طالبان در وزارت داخله و قاری سعید خوستی هم در همین جا الهه را دیده بود. در مورد مسئله تجاوز و ازدواج نکاح اجباری، خود الهه همچنان در ویدیوهای خود سخن گفته و بعد از این واقعه تجاوز، البته می مولوی های وزارت داخله به زور در حضور داشته چندین مولوی ارشد که عضو ارشد شبکه حقانی بودند، الهه را به قاری سید خوستی به رضایت قاری سید خوستی نکاح کرده بودند. به طور مثال می تانم از مولوی عبدالمنان که البته یکی از معاون یکی از ادارات استخبارات خود وزارت داخله است، از مولوی عیسی و مولوی موسی که از استخبارات داخلی است می تانم نام ببرم، که بعدها ما جزئیات ای و واقع را ذره ذره واقعات از یک چه واقعات در استخبارات رخ داده، البته که ما از این خبر شدیم و خبر بودیم و هستیم، این البته در یکی از کانال های تلگرام را که ما در همی اولین تویت خود هم گذاشتیم که دوستایی که میخواین ما در این کانال تلگرام خود با جزئیات شریک خواهد بودیم. و همچنان یک موضوع دیگر هم میخواهیم بگویم که بعد از اینکه البته الهه به خانه آمد و در مورد این مسائل گفت، ما دانستیم که الهه در زندان شدیداً شکنجه شده و یکی از کارمندان زن استخبارات که به نام نادیه بوده، او الهه را همون زنی که پشت دروازه آمده بود با طالبا، همون کسی بود که البته عضو استخبارات وزارت داخله بود که الهه را تا پشت دروازه هم رسانده بود و این مولوی های وزارت داخله که از شبکه اخوانی بودند به الهه اخطار داده بودند که گوش کنی به فامیل چیز نگوی، فقط بوی طالب مرا به خود نکاح کرده. زمانی که الهه آمد، چون خواهر ما بود دیگه، خواهر ماست، تمام واقعات بر ما گفت که ما این تو واقع شده و اینا مرا گفتن که وش کنی به فامیلت نگویی. و وقتی که واقعات به ما گفت، ما با وجود خشم شدید را که داشتیم که به ما سوده به این موضوع را قصه کرد، ما خیلی ترسیده بودیم. یادم است که همون روز ما سوده به گفتیم که ما میریم از این شکایت میکنیم، اما ما به این فکر شدیم که ما از این طالب به کی شکایت بکنیم. یعنی به این معنا بود که ما بریم از دم روبا به خود روبا شکایت بکنیم. ما می دانستیم که اگر ما بریم ما را هم دستگیر می کنند. بالاخره ما خاموش شدیم، چیزی نگفتیم و این موضوع را جلتر با پدر ما در جریان گذاشتیم. چند روز گذشته بود یا شاید البته دقیق اگر بگویم شاید یک هفته یا اما قدر وقت بعد از او بود که عصر بود، ساعت های 4:30 عصر که دروازه تک تک شد، قاری سید خوستی همراه با سکرتر خود که به نام ابراهیم خواجه هست و چندین نظامی پوش مسلحشان داخل خانه ما آمدن که نظامی پوشی که همیشه با قاری سید خوستی می آمد از قطعه بدری بود، به دلیل از اینکه علامت قطعه بدری در لباس خود داشتن، یعنی نام قطعه بدری در لباسهایشان نوشته بود. با وجودی که پدرم برشون اجازه نداد و گفت که شما داخل خانه نبین، من شما را نمیشناسم و اجازه نمیدم که داخل خانه ما بین، اما قاری سید خوستی و می ابراهیم خواجه سکرترش پیش شدن، رفتن در بالا سر خانه ما شیشتن. قاری سید خوستی اولین گپ را گفت که من این دختر را به خود نکاح کردی و سوالای بسیار عجیب و غریب از پدرم پرسان میکرد درباره دوران جمهوریت و می گفت که من نکاح کردیم و خیست برآمد رفت. فردای از او تقریبا فرداش
35 الی 40 نفر طالب که تمامشان اعضای شبکه اخوانی بودند و مولوی های وزارت داخله بودند، اینا با تعداد زیادی از نظامی پوش ها که مربوط به قطعه بعدی و افراد گوناگون از قطعات دیگر بودند، اینا داخل خانه ما شدند. و حتی ما به یاد دارم که ما از گوشه از کلکین آشپزخانه تماشا می کردم روی اولی را که سکرتر قاری سید خوستی ابراهیم خوجه با چند نفر، با 6 یا 7 نفر از نظامی پوش ها دولی عقبی ما رفتن و سر بام ها بالا شدن، چهار طرف سر بام ها هم بالا شده بودن و خانه ما امروز شکل یک کندک نظامی را گرفته بود. نه تنها خانه، بلکه بعد از اینکه اینا رفتن، پدرم که چهار طرف منطقه را دید که اینا هر کدام از این مولوی ها با تعداد زیادی از نظامی پوش ها و گارد ها، موترهای زیری و موترهای تعقیبی آمده بودند که چهار طرف شکل یک کندک نظامی را بیخی به خود گرفته بود. و امیر و زمانی که اینا آمدن 35 الی 40 مولوی 6 تن دست خدا، با وجود یک پدرم ناراض بود و در یک گوشه از خانه شده بود، اینا یکی از به سرکردگی همگی یکی از مولوی ها که به نام مولوی منان بود که در روز نکای بار اول را که الهه را کرده بودند به خصوصی در استخبارات امی شخص حضور داشته، ای در خانه در مقابل همین مولوی های دیگه استاد شد و دست خدا بلند کرد و چند آیت و امی چیزا را خواند و گفت که ما به بار دوم این نکار خواندم به دلیل ازی که اول ما در استخبارات نکاح کردیم، همه ای خبر است، شاهد بود، ما شاهدا را خودم جمع کرده بودم، مولوی ها بودن، حالا همه این کار را میخوانم. با وجود یک پدرم برش اصرار کرد و گفت که من رضایت ندارم، دختر من رضایت ندارم، ما این را قبول نداریم که دختر ما بتم. این نکار خواندن به شکل بسیار تهدیدآمیز نکار خواندن و از خانه خارج شدن برآمدن. و همچنان از او بعد بار بار قاری سید خوستی با اساکر نظامی پوش خود که می اساکر مسلحش بودند داخل خانه ما می آمدند، همیشه اینا تهدید می کردند. تمام سخنایش سخنای تهدیدآمیز بود که من بعدا باز هم میگم که جزئیات از ایران من در کانال خود به اشتراک خود گذاشتم، چون حالا مسئولیت هایی است که حالا نامه و اینا به خاطر الله به نهادها نوشته می کنیم یکم مسئولیت زیاد است، ولی در لینک تلگرام را که من در توییتر خود ماندیم در اوج همه موضوعات شریک خواست ساختم. و مهمتر از همه برالاوی تهدیدات را که پستی ما را میکرد، همیشه به ما میگفت شما کافر هستین، شما تامیستین و شما باید مسلمان ساخته شوین. و دیگه ای که در مورد البته مقامات و بعضی از خانه های مقامات که در منطقه ما وجود داشت بعضی از حرفایی را میزد که قاری سید خوستی همون روز، البته ایره هم مولوی ها، البته همون روز که 35 الی 40 مولوی آمده بودن داخل خانه ما، ایره گفتن که ما را خلیفه سراج الدین حقانی فرستاده و ما به خاطر قاری سید خوستی آمدیم، به دلیل ازی که قاری سید خوستی کسی است که در جای قدم خلیفه سراج الدین قدم میمانه، ما به این خاطر به خاطر قاری سید خوستی آمدیم، ایره اونا گفته بودن. از او بعد قاری سید خوستی بارها خانه ما آمد و روزی قاری سید خوستی را الهه با بیل زد. قاری سید خوستی امروز با افراد نظامی پوش خود آمده بود که با افراد نظامی پوش قطعه بدری که البته در اواخر فبروری پارسال بود، میخواست که الهه همراه خود ببره به زور. پدرم خانه نبود و با وجودی که الهه هم برش گفت که من نمیخوام برم، ما به این نکایی که تو کردی من رضایت ندارم، گم شو از خانه ما برو، سودابه جان هم اصرار کرد که برو از خانه ما بیرون شو، اما این نظامی پوشای مصالح خود آورده بود و تاکید کرده میرفت که من نظامی پوشای ما را سرتان میارم، به جانتان میارم، نظامی پوشای ما اینجا حضور داره. و بالاخره بعد از اینکه الهه ای را با بیل میزد، الهه وقتی که را با بیل زد که برای از خانه ما من نمیرم، دفتن امی یکی از اساکرش، از جمله اساکرش یکیش که در نزدیکی دروازه ما استاد بود به نام، البته نامش دقیق یادم نیست، که زبیولای مشفق نامش بود، قاری سید خوستی اسلحه‌ای که در دست زبیولای مشفق بود دفتن امیروی خود دور داد، اسلحه را گرفت و الهه را چند تا اول خامره لغت زد شکم الهه که الهه داخل روی اولی گراج دمیج از دروازه داخل روی اولی افتاد. و بعد از او با صلا چندین بار الهه را زد و بدل از اینکه منطقه خیرخانه هم اگه میفهمه که سی اول خیرخانه منطقه است که خب بی‌ادبی ماف، زمانی که طالبان نامی منطقه را میشنون، خب زمانی که نامی منطقه را میشنون دیگه بسیار میترسن طالبان دیگه. وقتی که متوجه شدیم که در دهن دروازه که تعداد زیادی از مردمی که روگذر بودن و کسایی که در چهار طرف از سرک میرفتن، موترات و مردم سر خود بیرون کرده و می صحنه را میدید، قاری سید خوستی با همون نظامی پوشای خود در موترای خود چیشتن گریختن رفتن و ما به بسیار مشکل الهه را گرفتیم، بلند کردیم، ما و سودابه انتقال دادیم به شفاخانه 120 دلسه مریم.
و وقتی که الهه را در شفاخانه بردیم، البته الهه در اوج قسمت های بسیار زیاد بدنش، سرش، گردن و یاکلش افگار شده بود که دکتر به او رسیدگی کرد. و تقریبا ساعت پیش از 12 شب بود که آمر حوزه 11 هم که به نام مولوی نصیر احمد بود با اساکر خود و اساکر نظامی پوشای خود که از قطعه بدری بودن، اینا یک طرف و اساکر قاری سید خورسی در موتر خود روان کرده بود، یک طرف که موتر خود روان کرده بود با اسکرای خود قاری سید خورسی داخل شفاخانه، امی حولی شفاخانه استاد شده بود. اینو عملاً اول امی مولوی نصیر احمد با ما صحبت کرد و گفت که تهدید کرد و گفت که اگر این موضوع را شما به کس گفته بودین، این به معنی عزیز که در مقابل امارت شما گپ زدین یا صحبت کردین، جزوی از اون معلوم است. ما هم از ترس پش گفتیم نه، ما این را به کس نمیگیم. این را اقرار میکنم که از ترس ما ترسیدیم، چون ما را گفت که امارت شما را در استخبارات میبریم و این به معنای سادگی در برابر امارت است، گفتیم ما به کس نمیگیم. و بالاخره طالبایی که امی دکترایی که دوجه بود، اینا دکترها را هم اخطار داده بودن، چون بعدا ما خبر شدیم که در رسانه ها کدام دکتری به کدام یکی از خبرنگارها، البته در یکی از رسانه ها ویدیو فرستاده بود که امی جریان که الهالت خوب شده بود شفاخانه سیرم فرستاده بود در امو فبروری پارسال. اینا ما را گرفتن در موتر شاندن در یکی از موتر زیرهی خواد با مو اساکر در چهار طرف اساکر و موتر دیگه که در عقبشان بود ما را آوردن به زور. ما گفتیم ما نمیریم، ما را در موتر بشینین در موتر، ما را در موتر شاندن و آوردن در عقب دروازه پایین کردن. از او بعد فردا که ما بیدار شدیم متوجه شدیم که در چهار طرف خانه ما در این نزدیک سرک مقابل خانه ما البته اساکر طالب و موتورهای طالب گذاشته بودند که شدیدن خانه ما را اینا تحت محاصره گرفته بودند، چهار طرف خانه ما را. و این وضعیتی بود که کاملا یک وضعیت غیر قابل تصور بود. تقریبا یک هفته هنوز نگذشته بود که مولوی عبدالرحیم ثاقب که سرمشاور وزیر داخله است که دومین فرد بلندرتبه وزارت داخله بعد از سراج الدین حقانی است، ای همراه با یک مولوی دیگه به نام مولوی منان که بیشتر هم نام بردم و یکی از افراد دیگه که خود را به نام نصیر معرفی کرد نام خود و گفت که من از کارمندای دوره جمهوریت هستم، اینا پیش دروازه ما تک تک زدن اومدن. ما زمانی که دروازه را باز کردیم متوجه شدیم که اینا است. ما بهش گفتیم که پدر نیست در خانه، اما اینا باز هم آمدن مستقیم رفتن داخل خانه موشتن، ما از پشتشان رفتیم شیشتیم و برشان ما باز هم تکرار کردیم که پدر ما نیست خانه. اما اینا شروع کردن در قدم اول مولوی عبدالرحیم ثاقب شروع کرد به یک گفت که قاری سید خوستی در جای قدم های خلیفه صاحب پای خودم میمانه و کس که در برابر قاری سید خوستی البته گپی بزنه یا کاری بکنه ای به معنی عزیز که در مقابل خلیفه سراج‌الدین این کار کرده. ما بهش گفتیم ما هیچ کاری نکردیم، به زور داخل خانه ما شده بود مثل که شما داخل شدین و ما کشیدیمش. دفتن گفت که شما چرا ویدیو از شفاخانه گرفتید؟ ما بهش گفتیم ما هیچ خبر نداریم، ما خود مصروف خواهر خود بودیم که اوجه شکنجه شده و لتکوب شده با سر خونین افتاده. پس دفتن مولوی منان صدا کرد و گفت که خلیفه کسی است که هیچ گاهی کسی را که در مقابل شبکه اخوانی سخن بگویم نمیبخشه و قاری سید خوستی کسی است که یکی از بزرگترین رازدارهای خلیفه سراج الدین اقانی است. و همچنان ایره هم امی مولای منان گفت که قاری سید خوستی البته سراج الدین اقانی گفت سراج الدین اقانی را من قسمی میشناسم که 14 سال مکمل در پاکستان ما با هم یک جای زندگی میکردیم و حتی فرزندای ما که در منزل اول زندگی میکردیم نمیفهمیدن که فردی که در منزل دوم خانه ماست ای سراج الدین حقانی خلیفه پسر جلال الدین حقانی است. این را همون مولای منان گفت و این را هم گفت که هر کسی که این ویدیو شفاخانه را گرفته و درباره قاری سید خوستی گپ نوشته کرده اگر فاطمه دختر محمدان باشه امارت اسلامی مجازاتش میکنه. ما بازم تکرار کردیم و گفتیم که ما این کار را نکردیم. یک ورقه که نمیدانم چی بود گفت شستای تا نبانین بگی شست تبان امضا کو. ما تا گفتم من امضا ندارم بی سواد هستم، وجود ازی که من خودم مستریم دارم. گفتم ما بی سواد هستم امضایت ندارم. گفت بگی شست تبان قلم. گفت بگی در دست رنگ و شست تبان قلمش را گرفتم با گپش کردم و شست خودم موندم در ورق. چندین تهدید دیگه هم کرد که ما تحقیق میکنیم که ایره کی در میدیا با همین لفظ گفت که ما ایره تحقیق میکنیم که موضوع را کی در میدیا کشیده. ما بهش گفتیم ما این کار را نکردیم. اینا رفتن از خانه. از او بعد چند بار دیگه هم البته وقتی که اینا رفتن از خانه چند روز بعدش ما فرار کردیم، از خانه خود فرار کردیم. ما نمیفهمیدیم که اصلا ما باید کجا بریم، فقط میفهمیدیم که باید از خانه خود دور بکنیم. ما چند بار تلاش فرار کردیم که آخرین بارش در همون زمستان اواخر زمستان بود که البته اواخر ماه هود در زمستان بود که در منطقه کوتی سنگی رسیدیم و نمون موترای چند عسكر طالب عقب خانه ما مونده بود. اینا چون ما که از خانه برآمدیم نگو که اینا هم از پشت ما آمدن. اینا آمدن و وقتی که در قسمت زیر پل اموج یک زدران است چی است
یک مارکت که از ده همو ساحه که رسیدیم ده اونمو ساحه ما منتظر استاد بودیم که اینا آمدن ما را دوباره در موتر شاندن گرفته آوردن و در طول را بر ما گفتن که یکی از این عسکرایی که البته سرجلاب شده بود امین نظامی پوش بر ما گفت که اگر بار دیگه کوشش کردی که برای نتیجه باز او وقت ما شما را در استخبارات میبریم. ما برشان دوباره گفتیم که ما فرار نکردیم که جای بریم، ما بختر سودا رفته بودیم. باز ما بر ما گفت دیگه حق ندارین که از خانه بیرون برین. در پشت دروازه باز ما را پایین کردن و مو از ساکر نظامی پشت باز در پشت خانه در چهار طرف خانه اینا میگشتن و زیر نظر داشتن خانه را که ادی ثبوتای بسیار زیاد ما داریم. و از او بعد قاری سید خوستی در البته اوایل سال ما براتون قصه می کنم که تقریبا اوایل ماه ثور بود که مولوی عبدالرحیم ثاقب که سریاور وزیر داخله بود ای چند بار خانه ما آمد که دومین فرد بلند رتبه وزارت داخله هم است و گفت که چند بار با خود قاری سید خوستی آمد و چند بار دیگه هم تنها آمد که شش تا با پدرم گپ زد و تمام سخنانش سراسر تهدید شکنجه بود که شما نباید در برابر قاری سید خوستی و امارت صدا بلند بکنین، نباید شما قسم در برابر قاری سید خوستی و امارت گپ بزنین و کدام کار بکنین، به دلیل از اینکه ای ما متحد هستیم و هر کس که در برابر یک فرد ما گپ بزنه به این معناست که در برابر البته تمام امارت ما گپ زدن. ای گپ خود مولوی عبدالرحیم ثاقب گفته بود و از او بعد یک روز دیگه هم خانه آمد پشت دروازه ما تک تک زد. ما برش گفتیم زمانی که دروازه را از پشت دروازه دیدیم که بسیار به شدت تک تک زده میره، واز کردیم برش گفتیم که پدرم خانه نیست. ای باز هم آمد رفت داخل خانه موشیش و بسیار تهدیدآمیز گپ زد و تا جایی که نام شیخ هیبت الله را گرفت و چندین گپ هم زد که ما اجازه نمیدیم کسی در برابر امارت صدا بلند بکنه و قاری سید خوستی یکی از افراد بسیار بلندپایه ماست و در رأس یتیمخانه شبکه اخوانی است. البته قابل تذکر میدانم که چیزی به نام یتیمخانه وجود نداره بلکه الهه کسی بود که البته امر قاری سید خوستی جبران به البته خواسته خود قاری سید خوستی و شبکه اخوانی با قاری سید خوستی در امی گلبهار سنتر زندگی میکرد و ما از تمام موضوع خبر داریم که چیزی به نام یتیم خانه نیست و صرف اطفال میبره و به خاطر استشهادی و انتحاری جذب میکنم. این هم خواستم تمام معلومات برشون بگویم. خب از او بعد اینا بار بار خانه ما میامدن که همیشه سخنانشان تهدیدآمیز بود تا جایی که یک هفته قبل از عروسی ساختگیره که بگیره. از این بعد البته ماها الهه در خانه قاری سید خوستی جبرن به زم خود قاری سید خوستی به فکرش و به خواست خود قاری سید خوستی الهه را جبرن در خانه خود برده بود در گلبار سنتر قید کرده بود نگاه کرده بود. یک هفته قبل پس از این که از شفاخانه مرخص شد، یعنی ماه فوریه را شما گفتید که آمد، بعد الهه بابل زد قاری سعید خوستی را، بعد منتقل شد به شفاخانه، بعد از شفاخانه که رخصت شد از شفاخانه مستقیم به خانه خود برد سعید خوستی یا خیر خانه آمد؟ نه خیر نه، مستقیم از شفاخانه قاری سید خوستی او را خانه خود نبرده بود بلکه ما از شفاخانه الهه را وقتی که آمر روزه 11 ها مولوی نصیر احمد پشت ما آمد با ساکر قاری سید خوستی ما را در موتر خود امی یک موتر زیریشان که مچ مربوط مولوی بود امی نصیر احمد بود یا از خوستی بود ما را شاندن آوردن. از او بعد چند هفته بعدش الهه را خانه قاری سید خوستی بردن که البته ماها در خانه قاری سید خوستی زندگی میکرد. و دیگه ای که یک هفته قبل از این که عروسی ساختگی را در شش جوزا بگیره، زمانی که پدرم به خاطر گرفتن سودا بیرون رفته بود، یکی از موترهای مربوط به خود همی طالبا پدرم در داخل همی دهن دروازه خانه ما نزدیک سرک پدرم با موتر زدن که دست چپ و پای چپ پدرم کسر کرده بود که اینا را هم این کار هم همی خود طالبا کرده بودن. و زمانی که امروز شش جوزا را قصه شه برتون میکنم که قاری سید خوستی در همه جا رفته و آوازه کرده که می عروسی را گرفته ما خیره و خیره، به خاطر از اینکه آوازه ها بسیار بلند شده بود ایره همگی در همگی خبر بود در میدیا و رسانه ها که قاری سید خوستی چی کار کرده و شبکه اخوانی چی کار کرده. به این خاطر قاری سید خوستی یک محفل ساختگی را در ششم جوزا، اصلا محفل در پنج جوزا گرفته بود ولی به دلیل از اینکه در پنج جوزا وقتی که کارتا را نوشته کرده بود به هر کس خودش میخواست روان کرده بود، با وجود از اینکه ما با هیچ یکی از اقارب رفت آمد نداشتیم این کارتا را به هر کس خودش میخواست قاری سید خوستی روان کرده بود و الهه همون روز پنج جوزا فرار کرد از خانه ازید. ای باز هم ای که بچوونه الهه را پیدا کرده بود دوباره آورده بود در خانه و بعد از او همی سکرترش به نام ابراهیم خواجه دوباره رفته بود کارتا را چاپ کرده بود و به کسایی که میخواستن کارت داده بودن و تاریخ پنج سرش
اون موجود است، سرشی خط کش کردن، باز شش جوزان رشته کردن. و در ازدواج ساختگی را که گرفته بود، همون روز براتان میگم که تقریبا ساعتای 12 بجه بود، الاهر از خانه خود ای گرفته بود، برده بود داخل هتل را که ازدواج گرفته بود. و تا معلومات را که ما داریم، که البته این خود قاری سید خوستی و همگی خبر است، مردم هم خبر است که اینا گفته بودند که پولی که به خاطر ازدواج داده شده بود، این پول توسط شخص خود سراج الدین حقانی داده شده بود که تو بوری را به هتل تاویل کو، که بسیار موضوعات ایجا بزد ما بسیار توتا در میدیا میشه، برو تاویل کو و ازدواج بگیم. این کار باز قاری سید خوستی کرده بود. و مهمتر از همه، در روز ازدواج را که ازدواج ساختگی را که گرفته بود در شش جوزا، ما در او ازدواج ما و خواهرم سودابه حضور نداشتیم، به دلیل از اینکه همون روز تقریبا ساعتای دونیم بود، بالاخره دونیم 11 شد، 11 دونیم بالاخره 11 شد، ما شده بودیم که چند نفر از عسکرای قاری سید خوستی عقب دروازه ما آمدن. دروازه را زمانی که ما واز کردیم، دیدیم که عساکر قاری سید خوستی است و پدرم گفتن تو چرا نامدی؟ پدرم گفت که من نمیرم، ما دخترم ندادیم، دخترم رضایت نداره، من نمیرم دی محفل رکت گرفتیم. اما بالاخره به با ای البته پدرم گفت که اول یکی از عسکرای ازی که دقیق نامش نمیدونم چی، اما یکی از نظامی پوشایش بود که همیشه می آمد با قاری سید خوستی یک عینک می پوشید، ای با زبان امی زبانه ملی کشور اصلا بلدیت نداشی از کار، امو از کار میل کلاشینکوف در مقابل چشم ما و خواهرم سودابه در قسمت دهن پدرم مال هم تو پچک که طرف بالا کام گفته، طرف قسمت کامش، و گفت که میخیزی میریم. پدرم گرفتن از دستش بردن و از پشت دروازه ما را قلف انداختن، چند از کارش پیش دروازه است بود و پدرم گرفته هند ساعت 12 بجه که بعد از نان بود، نمیفهم یا پیش از نان بود، مقصد در نیمه مو عروسی پدرم گرفته بردن در داخل عروسی. و پدرم زمانی که در روسی رفت، پدرم بسیار کوشش کرده بود که به هر نوی که میشه ای را برهم بزنه، چون با وجودی که لاهر چند ماه شده بود که خانه خود زندانی کرده بود، نگاه کرده بود، ولی پدرم به هر نوی که میشد میخواست که پیشوی همگی نشان بده، ولی که من نمیخوایم که دخترم بدم، دخترم رضایت ندارم. کوشش زیاد هم کرده بود که ازدواج برهم بزنه، و حتی تشنج لفظی بین پدرم و قاری سید خوستی در اون محفل شده بود که پدرم حرفای گفته بود که حتی اگر او را به کس دیگه میگفتی، گفته امو که میگن اگه بستنگ میگفتی آب می شد، که قاری سید خوستی منصرف شد و بخیزه برن، بگوید که بخیزه برن، ولی قاری سید خوستی باز هم منصرف نشده بود و مولوی آمده بود و با بار سوم در هی محفل ساختگی الهه را نکاح خواندن و ایره گرفتن، با بار سوم البته الهه را نکاح کردن برازی و متو محفل ختم کردن و الهه را خانه قاری سید خوستی باز از همون خانه که آمده بود به همون خانه الهه را بردن. و مهمتر از همه، در البته از او به بعد الهه در خانه قاری سید خوستی باز هم زندگی میکرد، الهه را بسیار شکنجه میکرد، تا جایی که حتی قسمت های زیاد از بدن و شانه ها و بازوهای الهه گوشتش کندگی بود، به خاطر از اینکه کد کدام چیز همی قاری سید خوستی و با هر چی که بود میکند گوشت بدن از ایره، و بسیار هر طرف بدن از ایره اثار شکنجه هایی بود که آدم میرید ایران میموند که ای بچی نوی قسم یک شکنجه شدن. و از طرف دیگر در کارت هایی را همچنان که نوشته کرده بودند در محفل امو عروسی ساختگی را گرفته بود، یک کارت ای کارت هایی که در البته میدیا موجود است، ای به بار دومی کارت ها نوشته شده. در کارت های اول را که نوشته کرده بودند با زبان فارسی نوشته کرده بودند که عروسی دختر ضابط محمد حکیم، و ای را به امو هر کس که میخواستن داده بودند، با وجود از اینکه ضابط جمهوریت محمد حکیم، عروسی دختر ضابط جمهوریت محمد حکیم، پدرم و ای حتی باعث تشنج لفظی پدرم و قاری سید خوستی شد که پدرم برشان گفت که من دخترم براتان دادیم، تو این قسم یک ظلم است، دخترم کردی این کارها را کردی، در استخبارات دخترم بردی، مسئله تجاوز نکار گرفتی، جبران کردی و حال دی کارتا گرفتی، این قسم یک بنوشته کردی. پدرم برش گفت که من مثل شما مزدور نیستم، ما یک دگر جنرال بودیم که به وطن خود خدمت کردیم، ما یک دگر جنرال بودیم، نه یک ضابط. و یک تشنج دیگه هم بین پدر و خوری سید خوستی شده بود. و دیگه ای که از او به بعد هم که البته اون محفل ساختگیشان ختم شد و الهه را بردن خانه خود برده بود، ماها الهه در خانه ازی تحت شکنجه قرار داشت. ما چند روز پیش دو البته فایل صوتی را منتشر ساختیم در رسانه ها که این دو فایل صوتی، فایل را بانو صدف به او قسمت میرسیم، بگذارید همینطور مرحله به مرحله اتفاقات را پیش بیاییم. از فاصله عروسی ساختگی که شما میگید تا 30 آگست که ویدیویی از
الهه به شبکه های اجتماعی منتشر شد، رسانه ها به او پرداختن. پس از عروسی حتما خواهر شما در خانه قاری سعید خستی بوده. از این دوران بر ما بگوین که آیا شما هیچ تماسی با خواهرتان داشتید؟ به خانه شما می آمد یا شما می رفتید؟ چه رقم تماس تلفنی، رقم تماس ها از این جنس داشتید یا خیر؟ خب از وقتی که عروسی ساختگی که قاری سید خوستی گرفته بود و بعد قاری سید خوستی بعضا موبایل از شماره خود قاری سید خوستی از شماره رسمیش که نزد تمام افراد امارتش هم موجود بود، از او شماره هم گه گاه از شماره خود در دست الهه می داد و الهه او شماره را می گرفت و با ما گپ می زد که از شماره خود قاری سید خوستی، البته در حضور داشت خود قاری سید خوستی، شماره را می داد که زنگ بزنه با الهه و الهه گپ بزنه و همچنان در مورد از اینکه رابطه داشتیم، ما در طول این مدت هیچ گاهی نرفتیم داخل از او خانه از او، به دلیل از اینکه ما همه مسائل می فهمیدیم که از چی قرار است و حتی هیچ گاهی ما او خانه نرفتیم که چه قسم خانه بود و چی گونه بود، اما پدرم و سودابه جان البته چند بار رفته بودند، او هم یک باری بود که تقریبا ساعت 11 و نیم شب بود و قاری سید خوستی و پدرم زنگ زد، ساعت 11 و نیم شب بود، از شماره خود زنگ زد، پدرم زمان یک شماره را اوکی کرد و قاری سید خوستی به پدرم گفت که زود بیا خانه من. پدرم گفت که چی گپ شده دختر، من بتی موبایل ما گپ بزنم، اما قاری سید خوستی موبایل قطع کرد، باز زنگ زد بیا خانه ما گلبار سنتر. پدرم ده همو وقت 11 و نیم شب مجبور شد با سودابه جان خیست، من تنها در خانه ما بودم و پدرم با سودابه رفت در گلبهار سنتر خانه قاری سید خوستی. پدرم ما گفته بودن که از رای پارکینگ بیا و در رای پارکینگ نفر خود امرا با اسلحه استاد کرده بودن که دوج تصمیم ازی را داشتن که پدرم از بین ببرن، به دلیل از اینکه البته پدرم متوجه شده بود که اگر یک پدرم حتی تاجیک پدرم میگه اگر یک خانمی که در هموج دمو وقت با شوهر خود و طفلک خود بیرون برآمده بود، اگر او خانم از روی پارکینگ نمی آمد، این نفرایی را که استاد کرده بودن چون یک جای بسیار خلوت بود ساعت 11 و نیم شب که مرینا خواستن، اگر این خانم با طفلکش نمی پرامد اینا از پشت، من متوجه شدم که در پشت اینا استاد هستن، یعنی به این قسم یک شکل میخواستن اینا پدرم از بین ببرن. ولی پدرم وقتی که متوجه شده بود که یک زن و یک طفل از او قسمت کمی دورتر از این پارکینگ میره، دفعتن خود به اونا رسانده بود و اما تا مستقیم خود بالا کشیده بود و از اساکرش دور شده بود. وقتی که داخل خانه رفته بود متوجه شده بود که الهه البته قصد ازیره داشته امروز که فرار بکنه از پیش قاری سید خوستی و قاری سید خوستی الهه را گیر کرده بود که میخواست فرار بکنه از پیشش، الهه را گیر کرده بود و پدرم شانده بود پیش خود تهدید کرده بود و دیگه ای که چهار نفر مسلح را در امو خانه در مقابل پدرم و سودابه شانده بود و سودابه هم گفته بود با وجود یک سودابه یک موبایل سوچکی داشت، با سودابه گفته بود که موبایل تا خاموش کو پیشوری مبان و سودابه موبایل خود خاموش کرده و پیشوری از مانده بود و در مقابل چهار عسکر مسلح خود با حضور داشت، امی ابراهیم خواجه که سکرتر قاری سید خوستی است و در ضمن از خوست خودش هم هست و کسی است که مدت ها با قاری سید خوستی از زمانی که از بگرام آزاد شده دوست هستند. در حضور داشت قاری سید خوستی و امی عسکرش پدرم تهدید کرده بود قاری سید خوستی و گفته بود که ای خواسته فرار بکنه، ای کافر است، تامیست، شما زیر بیرق امریکا زندگی کردین و شما باید سر شما دوباره کلمه استشهاد است، نمیفهم چیست، باید این کلمه تشهاد تحشد است بخیال، باید این کلمه دوباره سر شما خوانده شود که کلمه شما کافر شدین. شهادت. بله گفته بود که کلمه باید دوباره سر شما خوانده شود که شما کافر شدین. این موضوعاتی بود که قاری سید خوستی و پدرم شانده بود و گفته بود باش همیجه بیشی تا با وقتی که دخترت به مد ایجه استزاری بده و بگو یکن نمیرم، من دیگه کوشش فرار از خانه تو نمی کنم و من نمیرم. و در مقابل خود الهه و پدرم به الهه گفته بود که پیشوری پدرت بر من بگو که تو دیگه کوشش فرار نمی کنی و از خانه من نمیری. و امو شب پدرم تا به ساعت 3:30 یا 4 شب در خانه خود در گلبار سنتر در حضور داشت اساکر خود شانده بود و بالاخره بعد از 4:30 شب پدرم گفته بود برو پس خانه و پدرم هم دوباره خیسته بود با سودابه خانه آمده بود. البته این مدتی بود، این همو زمانی بود که از عروسی ساختگیش که در هتل گرفته بود تا 3 اگست در همین جریان در یکی از این روزها همی گپ شده بود و در 3 اگست الهه ویدیوهای خود نشر کرده بود که قبل از 3 اگست، البته در 15 اگست هم قصه می کنم که ما چند روز پیش دو فایل صوتی را به اشتراک گذاشتیم که او دو فایل صوتی مربوط به 15 اگست است و 15 اگست روزی بود که البته اول روز ای تماس به وقوع پیوسته و اخیر روز ما فرار کردیم از کابل. ای تماس را که گرفته بود همه چیز در تماس معلوم است که دوستایی که شنیده باشن میتونن بفهمن که تماس چی است.
ای تماس صورت گرفته بود که در او تماس واضح معلوم میشه همون روز قاری سید خوستی یک عسکر خود به نام ابراهیم خواجه که هم عسکر است و هم البته سکرترش است ایره در مقابل خودش گفته بود که بکش ایره که تامی کافر شده بکشش. در حالی که خب شکر الحمدلله همه ما مسلمان هستیم و ما مردم افغانستان همه گی از اسلام میفهمه و اینا چیزی به نام اسلام خود از اینا خبر نیستن. اگر چیزی به نام اسلام اینا بفهمن هیچ وقتی هموطنای ما را در بدخشان، در پنجشیر، در قندهار، در ننګرهار و در هر ولایت دیگه اینا نمیکشن. اینا صرف از اسلام یک سو استفاده میکنن. بانو دلاورزه، یک سوال که در ذهنم رسید و لازم است از شما بپرسم این که من فکر میکنم و همه چنین میاندیشند که انتشار فایل صوتی یا تصویری به عنوان آخرین گزینه بود که خواهر شما به او توسل جست. پیش از او هیچگاه شما کوشش نکردید پیش مقام های طالب برید، از قاری سعید خستی شکایت بکنید، یا حتی پیش خود خلیفه شما هیچگاهی نخواستید برید، یا اگر یا خواستید شما راه ندادن یا وقت ملاقات یگپا ندادند؟ چنین چیزی اتفاق افتاده یا چنین تصمیم را شما گاهی گرفتید یا خیر؟ نخیر ما هیچ گوی چنین کار را نکردیم به دلیل از این که زمانی که البته قاری سید خوستی را ما با بیل زده و از خانه کشیدیم همون زمان دومین فرد وزارت داخله مولوی عبدالرحیم ثاقب که بعد از سراج الدین اقانی او کسی است که وقت سراج الدین اقانی نمی باشه به عنوان سرپرست وزارت داخله را البته اداره می کنه. او زمانی که آمد بر ما واضح گفت که قاری سید خوستی در جای قدم های سراج الدین اقانی پای خود میمانه و ای به همه ما بسیار قابل احترام است و خود سراج الدین حقانی مرا گفت فرستاده، یعنی مولای عبدالرحیم ثاقب گفت که مرا سراج الدین حقانی فرستاده و گفته که برو و معلوم بکو که این ویدیوهایی که برآمده به ضد قاری سید خوستی از شفاخانه و این سخنایی که موجود هست ای از کیست و مو نفر پیدا کو بیار برای من که از او تحقیق صورت بگیره. یعنی ما میفهمیدیم این تشکر. بله و ایرا میخوام یه گپ دیگر هم بگویم که ایرا همگی میفهمه که از دم روبا به خود روبا شکایت کردن بیفایده است و او کسی به گفته خودشان قدم میمانه جای قدم های خلیفهشان و در 15 اگست این صداهایی را که ما منتشر کردیم این مربوط به 15 اگست بود که اینا میخواستن الهه را بکشن و ما البته مو صداها را چند روز پیش منتشر ساختیم. از دو بعد از این صداها روزی بود که 15 اگست بود و ما اخیر روز ما فرار کردیم از کابل چون خود خوستی با ساکر خود پشت دروازه رفته بود پشت دروازه خانه ما که بعد از یک ما خبر شدیم. از این بعد یک هفته بعدش او زمان ما در پاکستان رسیده بودیم، یک هفته بعد از 15 اگست البته الهه فرار کرده بود و بسیار مشکل چون قاری سید خوستی امو زمان نبود جای دیگه بود، الهه فرار کرده بود و تا به منطقه تا خود امی تورخم خود رسانده بود. زمانی که در تورخم رسیده بود کمیسار تورخم الهه را دزگیر کرده بود که تمام صداهای کمیسار تورخم و جریانات حرفاش نزد ما موجود است، الهه را دزگیر کرده بود و به دست چند نفر امی طالب خود و چند زن که بخش امی استخباراتشان بوده می زنایی که به طالبا کار میکنن و دست اینا الهه را تحویل داده بودن و الهه را پس انتقال داده بودن و برده بودن و اما این بار الهه را به خانه سید خوستی نبرده بودن. یک هفته بعد از 15 اگست تقسیم میکنم وقتی که در تورخم دستگیر شد الهه را مستقیم گرفته بودن برده بودن در ریاست استخبارات، یک ریاست استخبارات که در خود وزارت داخله است. الهه را وقتی که در ریاست استخبارات برده بودن در اوجه خود انس حقانی برادر سراج الدین حقانی آمده بود و البته بر الهه ایره هم گفته بود که با وجودی که این دومین باری بود که البته الهه چی شده بود زندانی شده بود و این بار انس حقانی برش گفته بود که تا به وقتی که قاری سید خوستی تا وقتی که امارت اسلامی در این جهه هست ما به کسی حق نمیدیم که بخیزه البته به ضد امارت کدام کاری بکنه و ای که تو خیستی در تو تورخم رفتی تو دلیلی داشته که رفتی حتما تو میخواستی که بری با فامیلت یک جو شوی، فامیلت هم تامیست و ما اجازه نمیدیم که قسم یک کار را کسی بکنه. و باز به بار دیگه مولوی ها آمده بودن که این بار البته به بار چهارم است، بار اول در استخبارات فبروری، بار دوم یک هفته
بعد از او که البته 35 یا 40 مولوی داخل خانه ما آمد که نکاح کردن که به بار دوم بود، بار سوم در محفل ساختگی قاری سعید خورسی در شش جوزا و چهارمین باری بود که الهه را پس شاندن به زعم و پندار خود طالبا که گویا تو تا تور هم رفتی بدون اجازه شوهرت و ای که بدون اجازه رفتی تو طلاق شدی، ما میخواهیم پس سر نکاح تو را بخوانیم و الهه را به بار دیگر نکاحش خواندند ایجه در حضور داشت خود قاری سعید خورسی و هر نسخانی نکاح ازیر خواندن و دوباره و حتی به الهه گفتن که تو یکی از مولوی که نکاح را خوانده بود به الهه گفته بود تو سر تا پایین کو و پای شوهر تا ببوس و الهه هم از مجبوریت همین کار کرده بود، گفته بودن تو پای قاری سید خوستی را ببوس و در عین حال گفته بودن ما این دفعه در حق مهر تیره میمانیم که قاری سید خوستی تو را باید به حج ببره چون تو دختری هستی که زیر سایه امریکا زندگی کردی، تو مسلمان نیستی. اینا واضح همین گپ هم میگن، یعنی در مقابل خودم هم بار بار گفته بودن که شما کافر هستین، کافر تامی زیر بیرق امریکا زندگی کردی و این بار هم بر الله گفته بودن که قاری سید خوستی باید تو را به حج ببره و سر تو اول کلمه بخونه بعد از تو را به حج ببره که تشکر بانو صدف دلاغازایت. اجازه بتین که یک کمکی از خواهر شما بانو سودابه هم بشنویم. بانو سودابه دلاورزی، خوش آمدید به تویتر سپیس 8 صبح. از اتفاقاتی که بر خواهر شما و بر خانواده شما رفته ما متاسف هستیم و متاثر هستیم. از شکنجه ها و از تهدید ها و ارعاب هایی که از سوی طالبان متوجه خانواده شما شده بر ما بگویید، اینکه مشخصا چه تهدیدهای را طالبان کرده خود الهه خواهر شما را، خود شما را، و با تذکر این نکته که لازم نیست خیلی با جزئیات خصوصا در باره موقعیت ها و اینا لازم نیست بنابرای بعضی دلایل خیلی با جزئیات صحبت بکنید، از شکنجه ها و تهدید ها بگویید بر ما، بفرمایید. درود بر همه، امیدوارم که خوب باشید و صدا و سهار دلاورزی هستم، خواهر بنولاه دلاورزی و همچنان مؤسس جنبش فمینیست موومنت آف وومن ان وار، شاعر و نویسنده فالو قزن و همچنان مؤسس سهالت ری اسوسییشن. و با سپاس از شما، قسمی که در 30 جنوری یک ویدیویی از خود منتشر ساختم که 10 دقیقه و 6 ثانیه هست که همه موضوعات در رابطه با بنولاها و قضیه ما را در او ویدیو بیان کردیم و همین اکنونم در تویترم در اولین پستش موجود هست. به تعقیب از او میخواییم بگویم که الهه در 30 اگست ویدیوهای خود را منتشر کرد و البته زمانی بود که ما فرار کرده بودیم و با پاکستان آمده بودیم، الهه ویدیوهای خود را منتشر کرد و از خشونت قاری سعید خوستی بالای خودش، از زندانی شدنش و تهدید و شکنجه فامیل ما و خودش توسط طالبان سخن گفت که پس از اون توسط یک تماس تلفنی که بین گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای ریچارد بنت و الهه با ترجمانی زن به نام حبیبه آشنا که فعلا عضو تیم هیومن فرست است، یک تماس برقرار شد که آقای ریچارد بنت مسئولیت انتقال الهه و نجات ما را به تیم هیومن فرست واگذار کرد و این تیم مدت 8 روز الهه را معطل کردند در نقاط مختلف کابل. اینا الهه را انتقال دادند، در کارتی 4 به طور مثال بردن، در خانه کارمندای خود بردن، الهه را به هلمند انتقال دادن، به قندهار بردن، در خانه یک طالب الهه را تو بردن و تیم هیومن فرست از نهادهای زیاد پول جمع کرده بودند و گفته بودند که ما الهه را توسط افراد زیاد انتقال میدیم و هزاران دلار اینا جمع کرده بودند تو ای که گفته بودن شکل یک فامیل معلوم شوه و الهه دستگیر نشه، اما اینا دروغ گفته بودن. الهه را به دست یک نفر قاچاقبر تسلیم کردن تا به پاکستان برسانم و امی حبیب آشنا عضو تیم هیومن فرست و البته سفیر اوف رئیس تیم هیومن فرست و کارمندای خودشان از یک راه امن همراه با فامیلای خود وقت به پاکستان رسیده بودن و تیم هیومن فرست تیم است که با طالبان و شبکه حقانی ارتباط نزدیک داره که البته یک ادعا نیست بلکه یک حرف واقعیت است و ما از ثبوت داریم. بزرگترین ثبوتش که البته ثبوتای زیاده داریم، از هر حرفی که میگم ثبوت دارم و این آوازه سر چاپ نیست، ثبوت دارم از همش. و بزرگترین ثبوت در رابطه با این است که اول اینا الهه را در خانه یک طالب بردن، ما تصویر او طالب را داریم، تصویر کارمند هیومن فرست داریم که الهه را به طالب تسلیم کرده در اونجا در خانه طالب برده. یکی این موضوع. موضوع دومی که همین اکنون تیم هیومن فرست با وجود از اینکه طالبان همش میان در برنامه ها میگن که ما از رسانه ها تعقیب میکنیم
در برنامه ها میان میگن که الهت توسط یک تیم امریکایی کشیده شده از افغانستان به پاکستان منتقل شد. خب وقتی که طالب با خبر شد که الهت توسط یک تیم امریکایی به نام هیومن فرست انتقال داده شد، پس تیم هیومن فرست امروزه چطور میکنه که با آسانی بره در ولایاتی که نفوذ شبکه اقانی زیاد است بره و فعالیت بکنه؟ موضوع دو و موضوع سیوم را که میخوایم بگویم، زمانی که الهه را قاچاقبر به پاکستان آورد، در همون جا یک کارمند تیم هیومن فرست که به نام شمشاد یا مزمل یاد میشه، نام شمشاد یا مزمل به می دو نام یاد میشه، همراه با زنش که شبنم نام داشت و کارمند برحال وزارت داخلی طالبا و پلیس تلاشی میدان هوایی است و مادر و برادر ایزن هم کارمند وزارت داخلی طالبا همین اکنون است، اینا الهه را از نزد قاچاقبر تسلیم گرفتن و در طول راه اینا الهه را از موتر پایین کردن به امر حبیب آشنا و سفیر او در همو صوبه بلوچستان در منطقه لورلایی. با وجود که الهه پاسپورت نداشت، تذکره نداشت، ویزه نداشت، حتی موبایل هم پیشش نبود و یک افغانی و یا یک کلدار هم پیشش نبود، اینا الهه را از موتر پایین کردن و کلبت این را به امر حبیب آشنا و سفیر او فیکاره کرده بودن و بعد از اینکه لاها با ما در ارتباط شد و با همگی موضوع را افشا کرد و به کسایی که حداقل زنایی بودن که در اون زمان با لاها ارتباط گرفته بودن به همشان این موضوع را گفت و تیم هیومن فرست مجبور شد و به لاها گفت که ما پس همو کارمند خود شمشاد روان میکنیم تا تو را بگیره و به شلتر انتقال بده. همین زن شمشاد که قبلا یادآور شدم که کارمند وزارت داخلی طالباس و مادر و برادرش هم است، این ثبوت سیوم است که تیم هیومن فرست با شبکه حقانی و طالبا ارتباط مستقیم دارد، که البته از حرفایی که میگم ثبوت دارم. و زمانی که اینا الهه را به شلتر سفیروف که یک آپارتمان دو طاقه بود و در یکی از نقاط پاکستان بود انتقال دادن، در همونجا ما با الهه ملحق شدیم. در طول راه زمانی که میشم شد مزمل آمد و دوباره الهه را در موتر سوار کرد، یک قطعه عکس از الهه گرفت که این عکس فقط نزد همی کارمند تیم هیومن فرست و سفیروف رئیس تیم هیومن فرست بود که در 24 اکتبر همی تصویر را با یک متن طولانی که زنت نزد ماست در توییتر سید خوستی آدرس ما را با افشا کردن و همچنان بعدا که ما تحقیق کردیم و به افراد که اطلاع دادیم، یک تعداد افراد که تحقیق کرد در تویتر در پست هایی که در ماهای گذشته مانده بود یک شماره امریکایی را به مردم نوشته کرده بود، یعنی این تویتر یک شماره امریکایی داشت که مربوط به تیم هیومن فرست بود. برمیگردیم به اینکه الهه را به شلتر انتقال دادن که آپارتمان دو طاقه بود. 15 روز اول رئیس تیم هیومن فرست همین سفیر اوف همین زن و شوهر را با ما در همو اپارتمان دو طاقه در یک اتاق اونا را گذاشته بود و در یک اتاق دیگر هم ما را گذاشته بود. بارها ما از رئیس تیم هیومن فرست خواستیم که هر شاجلتر اینا را از این شلتر انتقال بدین، اینا بر ما خطر ایجاد میکنن و اینا با طالبا ارتباط دارن و کارمند برحال است، اما رئیس تیم هیومن فرست معطل میکرد تا اینکه ما خیلی اصرار کردیم و 15 روز گذشت و اینا را از اونجا بیرون کردن. زمانی که لاها با پاکستان رسید، همی حبیب آشنا که عضو تیم هیومن فرست است در همه جا آوازه کرد که لاها با پاکستان رسیده. این موضوع را همون زمان به خانم هابس ما اطلاع داده بودیم که از این ثبوت داریم. رئیس تیم هیومن فرست یک دوستش که به نام وکیل کیمبرلی مودلی است، این را به عنوان وکیل به لاها گرفته بود که تیم هیومن فرست و همی وکیل موظف بودن تا ما را در چند کشور امن ثبت نام بکنن تا نجات داده شویم، اما اینا دروغ گفته بودن، جعل فریب کاری کرده بودن، ما را در هیچ جای ثبت نام نکرده بودن، یعنی همین فعلا قضیه لاها در هیچ کشور نرفته، ولی ما اقرار خود از امیار داریم، اقرار امی سفیر اوف رئیس تیم هیومن فرست و وکیل کیمبرلی مودلی را که خودشان اقرار کردن در تاریخ 28 سپتامبر که ما را در دو کشور ثبت نام کردن، اما دروغ گفته بودن، رفرنس نمبر کیس ما را برای ما نمیدادن، بارها اصرار میکردیم، از این موضوع ما همه گیره در جریان ماندیم و اینا ما را در هیچ جای ثبت نام نکردن. اگر اینا ما را ثبت نام میکردن ما نجات پیدا میکردیم و امروز الهه توسط طالبا به همکاری تیم هیومن فرست اختطاف نمیشد. و همین تیم هیومن فرست که البته قبلا گفتم در 24 اکتبر اینا همون تصویر الهه که فقط نزد رئیس تیم هیومن فرست و کارمند شمشاد مزمل بود در تویتر سید خوستی با یک متن طولانی پشتو که در سر متن نوشته بود زنت نزد ماست آدرس ما را افشا کردن، که از این ثبوت داریم، البته بدون ثبوت حرف نمیزنم. و امروز زمان ما از سفیر اوف پرسان کردیم، در پاسخ به ما گفت که این تصویر به یو ان فرستاده شده، به سازمان ملل فرستاده شده، کار ما و کارمند نیست، که از این هم ما ثبوت داریم. و همون زمان همه گیر ما از این موضوع اطلاع دادیم، خانم هیدربار را اطلاع دادیم، در رابطه با خیانت تیم هیومن فرست سکوت کرد، برای ما گفت که ما شما سه خواهر را در شلتر سازمان ملل انتقال میدیم اما پدرتان را نمیبریم، با وجود که تصویر پدر در همه جا نشر شده بود و اگر پدرمون را نمیبرد خب امکان کشته شدنش میبود، که از این هم ما ثبوت داریم. این موضوع را ما به خانم هابس هم همون زمان اطلاع دادیم و
در رابطه با خیانت تیم هیومن فرست سکوت کرد، ولی بر ما گفت که ما شما را در یک شلتر عمومی سازمان ملل میبریم اما جانتان را ضمانت نمی کنیم، که از البته ثبوت داریم. و سرانجام الاحد در تاریخ 11 نوامبر بر اساس یک پلان و یک دسیسه خیلی بزرگی که از قبل طرح‌ریزی شده بود توسط طالبان به همکاری تیم هیومن فرست اختطاف شد، از منزلش اختطاف شد، که در هنگامی که اختطاف شد ما کنار بانو شد. سودابه، قبل از این که به ماجرای اختطاف الهه از پاکستان بپردازیم، میخوایم دو نکته دیگر از شما بپرسم. یک این که تیم هیومن فرست که به ادعای شما با طالبان رابطه داره و در همکاری با طالبان فعالیت میکنه در افغانستان، از طریق ریچارد بنت به شما معرفی شد؟ سپاس از سوالتون. قسمی که قبلا گفتم، در تاریخ 30 اگست بعد از نشر ویدیوهای الهه، یک تماس تلفنی بین ریچارد بنت و الهه با ترجمانی زن به نام حبیبه آشناک عضو به تیم هیومن فرست برقرار شد و ریچارد بنت همون روز اول الهه را به تیم هیومن فرست تسلیم کرد تا الهه را به پاکستان بیارن و ما را نجات بدن و به کشور امن منتقل بکنن. این حرف را قبلا آها، براتون یادآور شدم. مشخص شد. بعد نکته دوم این که شما به سایر نهادهای حقوق بشری، کمیساریای ملل متحد، اینا کدام تماس نگرفتید، درخواست کمک نکردید؟ و اگر درخواست دادید جواب از اونا چی بودن؟ مثلا دفتر یونما در کابل. خب آقای مقیم، اگر بر مجازه بدین برمیگردم به این موضوع. هم البته اگر استپ به استپ پیش بریم تا مردم همه موضوع را درک کنن بهتر خواهد بود. البته از اجازه میخوایم اگر اجازه بدین. با تشکر از بفرمایید. سوالتون باید بگویم که زمانی که لوحه در تاریخ 11 نوامبر بر اساس یک پلان و دسیسه طرح‌ریزی شده توسط طالبان به همکاری تیم هیومن فرست اختطاف شد، این موضوع را ما با همه گیتلا دادیم. این موضوع را توسط یک البته رسانه همون زمان خبر شد. اگر اخبار را یک بار تعقیب بکنیم به همه گی اطلاع دادیم و همون زمان به واسطه یک خانم که البته در رس یکی از نهادها هم هستن و یکی از فعالین حقوق زن هم هستن که من نمیخوایم فعلا اسمش را بگیرم، که از هم ثبوت دارم، به واسطه این خانم ما همه موضوعات را به آقای ریچارد بنت منتقل ساختیم. ثبوت های خود در مورد خیانت تیم هیومن فرست به ریچارد بنت ما منتقل ساختیم و خواستار صحبت با ریچارد بنت بیشتر از 10 بار شدیم، که از این ما ثبوت داریم. ولی آقای ریچارد بنت با ما صحبت نکرد، غیر مسئولانه رفتار کرده، از تیم هیومن فرست جانبداری کرد، که کارش یک بار حقوقی سنگین را به خود آقای ریچارد بنت و به افراد تیم هیومن فرست در پی دارد و به یک نحو آقای ریچارد بنت حقوق بشری ما را نقض کرده. و همون زمان ما همه موضوع را اطلاع دادیم و خواستار کمک در راستای آزادی فوری الهه و نجات ما شدیم، ولی بر ما کمک نکردند. و قسمی که قبلا یادآور شدم به خانم هیدربار، که یکی از دقیق معلومات ندارم که مربوط کدام کمیته یا کدام بخش است، خب مربوط حقوق بشر است، و خانم هابس، به اینا ما همه چیز اطلاع داده بودیم و مهمتر از همه در رسانه هایی که میلیون ها نفر میبینه او را همه چیز نشر شد. و بعد از او البته ما یک نامه نوشته کردیم که به نام نامه به یونما. این نامه را ما رسانه ای ساختیم و همچنان یک فرد از عفو بین الملل که به نام زمان سلطانی یاد میشه. آقای زمان سلطانی بر ما یک شماره را داد و گفت که این شماره از کامیلا گیبیکی از دفتر یونما در کابل است، با ای در ارتباط شوین و نامه تان را که در راستای بختار آزادی الهه است ای را بر همی دفتر یونما تسلیم بکنین. و همی آقای زمان سلطانی دوست کیمبرلی مودلی هست، که کیمبرلی مودلی قسم قبلا یاد کردم وکیل بود که دوست سفیر اوف بود و سفیر اوف او را موظف کرده بود تا ما را در چند کشور ثبت نام بکنه که نکردن این کار را. با اون شماره که زمان سلطانی داده بود ما در ارتباط شدیم. کامیلا گیبیکی با ما ویدیو کال نمی کرد، با ما صوتی تماس نمی گرفت، فقط انگلیسی مسج می کرد. در ابتدا برای ما گفته بود که ما در چندین کشور در ابتدا برای ما گفته بود البته اشتباه است بگم که ما چندین بار با طالبا گفتگو کردیم درباره آزادی الهه، البته از یام ثبوت داریم و از آقای زمان سلطانی که شماره کاملیا را داده از یام ثبوت داریم. پس از نامه اول ما که البته در کل رسانه ها نشر شد، در تاریخ 30 نوامبر ما یک تماس کوتاه از یک شماره افغانی را دریافت کردیم که صدای الهه بود، به بسیار سختی صحبت میکرد و گفت که به کابل بیایید و مرا از نزد طالبان تسلیم بگیرین، که در دفتن چیز داده گفت که شاهین ریاست 40 سپاهیان در زنجیر، حتی جملهش تکمیل نشد که معلوم است که موبایل را از دستش گرفتن و صدای چیغش بلند شد و در بک‌گراند تماس صدای قالی سید خوستی و همچنان چیغ زنای زیاد شنیده میشد که
همه امی جزئیات تماس را همان لحظه به همان شماره که آقای زمان سلطانی بر ما داده بود و گفته بود که از کامیلیا گریکی از دفتر یونما در کابل است، ما او لحظه اطلاع دادیم همه موضوع را. و ما نامه دوم خود را در پی نامه اول به یونما نوشته کردیم، در رسانه نشر شد و به مو شماره یک زمان سلطانی داده بود به همو فرستادیم. و در این زمان همین زن که حبیب آشنا هم داشت و عضو تیم هیومن فرست بود، با مسجد که حرف می زنم، ما خودم یک فعال حقوق زن هستم و یک جنبش فیمینیستی را مؤسسش هستم، ولی خانم حبیب آشنا رسانه به رسانه می گشت و می گفت اخبار الهه و فامیل شده نشر نکنید. از این موضوع ما ثبوت دارم. و ما نامه سیم خود به تعقیب نامه دوم که بگونی یک نامه سری و فوری بود به همان شماره یک زمان سلطانی بر ما داده بود به همو فرستادیم، که البته از این ثبوت داریم اما در رسانه نشش نکده بودیم، به این فرستادیم و بهش گفتیم که همو هیئت سازمان ملل که چند روز قبل، البته چند وقت فکر کنم یک 15 روز یا نمیدونم چه وقت بود که در تاریخ 19 جنوری فکر کنم بود که اینا به افغانستان آمده بودن، ما از یونما خواسته بودیم که با اینا صحبت بکنه تا اونا با طالبان گفتگو کنن و الهه چاجلتر آزاد شود، اما پیام ما رو پاسخ ندادن تا حدی که ما برش نوشته کردیم بر همو یک خانم افغانی که به نام ترجمان کامیلیا با ما در ارتباط شد و همو شماره یک زمان سلطانی داده بود و گفته بود از کامیلیاست. ما به اینا گفتیم ما شما شکایت میکنیم که چرا پیام ما رو پاسخ نمیدین. دفعتن یک البته پیام ما رو بازم جواب ندادن و در تاریخ 25 جنوری پیام ما را پاسخ دادن و همو ترجمانش با ما به تماس شد و گفت که خانم کامیلیا تا به حال فقط یک بار با طالبا گفتگو کرده، در حالی که شماره که به نام کامیلیا بر ما مسج میکرد او خودش گفته بود که ما چندین بار با طالبا گفتگو کردیم، که ما همی جریان صدای همی ترجمان را ما داریم، نزد خود ثبوت داریم. و بعد از او ما فهمیدیم که اینجا حتما کدام گپ هست و ما ایر امروز ما طریق همین اسپیس آزادی بیان هست، هر کس میتونه که واقعیت را بگویه و خصوصا ما که ثبوت داریم. از طریق همین اسپیس ما میگم که ما شک داریم که شماره ایره که آقای زمان سلطانی بر ما داده بود از کامیلیا باشه، چون با ما تصویری صحبت نمیکرد، صوتی صحبت نمیکرد، فقط یک بار با طالبا گفتگو کرده. وقتی که ما به ترجمانش یک گپ نمیگفتیم، وقتی ما به ترجمان گفتیم که ما از شما شکایت میکنیم، دفعتاً همون لحظه در ظرف یک ثانیه از شماره کامیلیا گبیکی، از واتساپ کامیلیا گبیکی، ترجمان به بسیار وارخطایی بر ما زنگ زد و گفت که ما فقط یک بار گفتگو کردیم و فعلا کامیلیا در رخصتی های تابستانی است. همون لحظه پس از قطع همون تماس ما یک نامه فوری را به صلیب سرخ نوشته کردیم که از طریق رسانه هم نشر شد، که چهارمین نامه بود که ما نوشته کردیم، و از صلیب سرخ خواستیم که در تبانی با دفتر یونما در راستای آزادی فوری الهه زندان طالبات نامه فوری بکنن. و ما خیلی منتظر بودیم، خیلی انتظار کشیدیم تا اینکه بالاخره یک کار بکنن به خاطر الهه، اما هیچ کس کار نکرد. و در رابطه با اینکه آقای ریچارد منت چرا سکوت کردن، آقای ریچارد منت برای هر کسی که زندانی میشه بنابر دلایل کوچک و بزرگ صدا بلند میکنه، اما به خاطر الهه حتی یک توییت ساده هم نکرد. دلایل زیاده داره که خود آقای ریچارد بنت باید پاسخ بده، اما اطلاعاتی که ما داریم و مدارم این است که آقای ریچارد بنت بنابر دوستی را که با جنرال آمریکایی به نام جنرال متزلر داره، که جنرال متزلر فردی است که تیم هیومن فرست را حمایت مالی میکنه و تیم هیومن فرست افرادی هستند که اینا زمینه مرگ و کشته شدن ما و الهه را فراهم ساختن، ما را در هیچ کشور ثبت نام نکردن. به قدر از اینا ثبوت دارم که اگر به لفظ عامیانه بگویم یک چیز به اسم پندک هست، ما میشناسیم به اندازه یک پندک، من از اینا ثبوت دارم و اینا میفهمن که از چندین ماه تا چندین سال به اینا قید داره و میخواد آقای ریچارد بنت ما را کمک نکرد و برای آزادی الهه هیچ فعالیت نکرد، هیچ صدای بلند نکرد آقای ریچارد بنت. همه دی شاهد است، ما همه روزه در هر رسانه ای را که شما ببینید سرخط خبر الهه است، ولی هیچ کار برای آزادی الهه نکردن. و همچنان ما هموز زنی را که البته قبلا یادآور شدم که ما با ریچارد بنت در ارتباط ساختیم، ما بیشتر از 30 صدای زن را داریم که ما نمیخوایم فعلا نامش را بگیرم. ای برای ما میگه که ما به ریچارد بنت شماره تا ندادم، ما به ریچارد بنت گپ زدم، ما ایمیل کردم برش، گفتم در مورد قضیه شما، در مورد از اینکه لاهره باید هر چه عاجلتر صدا بلند کنن تا آزاد شود، در مورد از اینکه شما نجات داده شوین، تا چون طالبان در جستجوی ما هستن، همیان یگانه کس که بلاها صدا بلند میکنن ما هستیم، ما و خواهرم هستیم که صدا بلند میکنیم و یک چند زنی که البته زنای پروژه‌ای نیستن و متعلق به هیچ گروپ نیستن و بر اصل انسانیت کار و زندگیشان استوار است، اونا صدا بلند میکنیم. اگر همیال ما دستگیشان کس دیگه نمیمونه که بر الهه صدا بلند بکنه و الهه هم در همونجا میکشه، مرا میکشن. اما آقای ریچارد بنت هیچ یکی از این کارا نکرد که من صدای زنم دارم، که حتی در یکی از وایسای خود به اندازه خلقش تنگ میشه که میگه دست و پایم بسته است چی کنم. یعنی همه این موضوعات را البته من در همون ویدیویی که در 30 جنوری منتشر کردم همیشه گفته بودم،
و در رابطه با اینکه ما با چند فعال حقوق زنان که خودشان خود را فعال حقوق زن میگفتن ما در ارتباط شدیم، اما نتیجه مثبت نداشت. و ما تا آخرین سرحد که یعنی شما اگر جای ما می بودین و در شرایط سختی که فعلا ما قرار داریم که ما امنیت نداریم، امیال من نمیتونم تضمین بکنم که یک ساعت بعد من زنده هستم یا نیستم. در همین شرایط ما استاد شدیم و از خواهر خود، نه تنها به اینکه خواهرم است، به خاطر از اینکه یک زن است و حقش تلف شده، به خاطرش صدا بلند میکنیم. قسمی که از خیلی وقت قبل، از زمانی که خیلی سنم خرد بود و در رأس یک جنبش قرار گرفتم و یک جنبش دارم میکنم، از همون زمان تا حال برای زنان زیاد صدا بلند کردیم و امروز هم سر به دست گرفته و برای لاحق صدا بلند میکنم. و ما در ویدیویی که در 3 جنوری منتشر کردیم از کمیشنری عالی حقوق بشر در ژنو خواستیم که هر چه عاجلتر یک نماینده بی‌طرف خود را که با افراد کسومیش ذکر کردیم هیچ ارتباط نداشته باشد با ما در ارتباط بسازند تا در مطابقت با قانون حقوق بشر در راستای آزادی فوری لاحه زندان طالبا که بیشتر از 80 چند روز میشد تحت شکنجه قرار دارد و در راستای نجات ما اقدام فوری بکنند. اما قسمی که میبینم صدای تو به حال به کمیشنری عالی حقوق بشر نرسیده و ما از توی هیچ نهاد بین المللی و حقوق بشری بر ما کمک نشده و ما هم در صدد امی هستیم که قسمی که بنو صدف قبلا یادآور شدن، ما در صدد نوشتن نامه ها هستیم که بالاخره به یک نحو نه یک نحو صدای خود را به کمیشنری عالی حقوق بشر در ژنو برسانیم تا در راستای آزادی فوری لاحه زندان طالبا که همگی میدانند قضیه لاحق قضیه کوچک نیست که پای یک فرد طالب یا یک نظامی پوش عادی طالب دخیل باشه، پای مقامات طالب به شمول سراج الدین حقانی و انس حقانی دهی دخیل است، پای افراد بلند پایه طالبان دهی دخیل است. ما تلاش داریم تا لاحق را هر چه عاجلتر نجات بدیم و بتانیم که ارتباط برقرار کنیم با کمیشنری عالی حقوق بشر در ژنو. اینجا افراد زیادی در این سپیس حضور داره و بدون شک همه شما افراد تحصیل کرده و افراد دانا هستین. ما میخوایم امروز حرف اقرار بکنم که درهای زیاد را ما زدیم، از مقامات سابق گرفته که ما برشان مراجعه کردیم، البته به بعضهایش که در راستای حقوق زن فعالیت میکردن، به دخترایشان مسج کردیم، به خواهرایشان مسج کردیم، ما از آدمای زیاد کمک خواستیم اما هیچ کس بر ما کمک نکردن. حتی یک مصاحبه ما که در یک رسانه ملی یا بین المللی میباشه او را بند مندازن. کجاست عدالت؟ کجاست حق زن؟ وقتی که ما میایم استاد میشون و ما میگم که من حق خود را میخوام، ما برابر با یک مرد هستم، یک مرد استاد میشه بر من میگه که تو سیاسر هستی، تو ضعیفه هستی و هزاران حرف دیگه را پی نام من میچسبانه و برکشانی من برچسب میزنه که تو ضعیف هستی. حالا شما مردانه که غیرت دارین چرا خاموش هستین؟ از این کردم اگر روز بدتر میآید نمیآید. ما یک البته میدونم که وقت زیاد نیست اما میخوایم که به عنوان آخرین حرف یک حرف بگم که یک زمان یک فرد برایم یک قصه کرده بود و گفته بود که یک فرد یک واقعی سرش میشه یک آقا و نزد از این یک چوقوی میباشه و پس از اینکه واقع سرش میشه مردم برش میگن که حالا که واقع سرش شد تو چرا از خود دفاع نکردی، چرا اون چوقو رو نکشیدی و اون نفر رو نزدی که همین کار بالای تو شد. این نفر سر خود خم میگیره و میگه که او چوقو رو به روز مبادا نگاه کرده بودم. دوستان عزیز از این کار در روز مبادا میه بالای ما نمیایه. اگر امروز شما به خاطر لاحه صدا بلند نمیکنین، حداقل یک هشتگ فری لاحه را شما به کار نمیبرین. لاحه درست است خواهرم است ولی یک دختر افغان است، یک زن است. امروز این واقعه سر لاحه شد، فردا سر خواهران شما، دختران شما، زنان شما تکرار میشه. بیایید که دست به دست هم بدیم. هیچ کدام ما طالب را نمیخوایم. طالب یک تروریست است، این واضح است و در صدد ازی است که ما را نابود بکنه. هر کسی که به خاطر برابری، عدالت، زن، آزادی و به خاطر یک زندگی آرام و امنیت میجنگه در مقابل از او طالب استاد میشه، بر پیشانیش برچسب کافر را میزنه. وقتی میایم دو کلمه میگم بر من میگن تومی کافر. آیا من کافر هستم؟ اگر بیخی فکر کنین که من کافر باشم، من یک انسان نیستم، من حق زندگی ندارم، حق امنیت ندارم، بیاین بگین اگر من حق ندارم که زنده باشم، امنیت داشته باشم، خب بگین که من بفهم دیگه صدا بلند نکنم. البته یک دلیل منطقی هم بیارین در میان. وقتی که من حق دارم که زندگی کنم، حق دارم که امنیت داشته باشم، شاید باورتان نشه در طول 24 ساعت 4 ساعت میخوابم. 24 ساعت مکمل فکر ما مخشوش است که حالا چی میشه، چی وقت خبر میرسه که لاحق کشته شده، یا چی وقت ما دستگیر میشم و ما کشته میشیم. زندگی خوب این رقم پیش نمیره. چند روز قبل، البته خوبم نیست که حرف را بگویم، اما چند روز قبل در تاریخ 20 جنوری پا به 20 سالگی گذاشتم.
یک سال در فرار گذشت. آیا این عمر من دوباره برمیگرده؟ نه خیر، بر نمیگرده. پس ما از شما میخواهیم که به خاطر یک زن، یک دختر افغان صدا بلند کنیم. با سپاس از آقای سنجر و آقای مقیم، از اینکه حرفای زیاد گفتم. با مسجد اگر وقت ضایع شد، اما بازم نه نه وقت داریم سپاس. بانو سودابه، ما در ادامه صحبت های شما میخواستم یک نکته دیگر خطاب به فعالان رسانه ای که فعلا در ای سپیس حضور دارند بگویم. البته با ذکر این نکته که ما از طریق روزنامه 8 صبح حتما ادعاهایی را که شما مطرح کردید در برابر نهاد هیومن فرست ایر ما دنبال میکنیم و انتظار ما از فعالای رسانه ای دوستای ما در رسانه های دیگر هم ای است که در قسمتی که این مسئله را پوشش بتن و در عین حال کمک بکنه، شما را در عین حال صدای دادخواهی را بلند بکنه. انتظار کمک را داریم از تمام فعالان و اشخاص رسانه‌ای که در اینجا با ما حضور دارند و همچنین کسای دیگه‌ای که صدای ما را میشنوند و همچنان ما از طریق روزنامه 8 صبح حتما با آقای بنت تماس میگیریم و خواهان معلومات در این قسمت میشیم. یک سوال دیگه که میخواستم از شما پرسان بکنم ای است که پس از اختطاف الهه و پس از این که زندانی شده منتقل شده به کابل، شما هیچ تماسی از ایشان دارید یا خیر؟ سپاس از شما آقای مقیم. قسمی که قبلا یادآور شدم، اولین و آخرین تماس پس از اختطاف الهه، البته زمانی که الهه اختطاف شد توسط یک منبع ما آگاه شدیم که الهه در زندان طالبان تحت شکنجه قرار داره، و اولین و آخرین تماسی که صدای خود الهه بود، او در امو 3 نومبر بود که قبلا یادآور شدم که یک تماس کوتاه بود و صدای الهه می آمد و بسیار سختی صحبت می کرد. یعنی هیچ گاهی من الهه را ندیده بودم که به این شکل صحبت بکنه. یک کسی که خیلی لتوکوب شده باشه و شکنجه شده باشه به اون شکل صحبت می کرد و حرفها به سختی از زبانش بیرون می شد. و در صحبت خود گفت که به کابل بیایید، مرا از زندان طالبان تسلیم بگیرید. و در اخیر چیغ زد و به خیلی یک سرعت گفت که شاهین ریاست چهل دست و پای در زنجیر است. هنوز کلمه است نگفته بود، کمی صداش قطع شد و معلوم شد که موبایل را از دستش گرفتن و در بکگراند تماس هم صدای قاری سعید خوصی و چیغ زنای زیاد دیگه شنیده میشد. و اینطور معلوم میشد که یک جایی هست که صدا انعکاس میکنه، یعنی انعکاس صدا زیاد بود. تشکر بانو صدف، شما کدام گفتنی دارید؟ اگر صحبتی مانده باشه که نگفته باشید بفرمایید، از شما هم میشنویم. تشکر آقای مقیم از اینکه سوالتان را مطرح کردین. خب ما میخوایم یک موضوع دیگر هم بگویم که از دوستان که توییت میکنن به خاطر الهه و هشتگ فیلی الهه را به کار میبرن، ما از همه اونا تشکر میکنیم. قسم یک سودا جان بیشتر گفتن که ما در یک روز، باور بکنین که ما تا ساعت 4:30 شب یا نهایتا اگر کدام شب ما ساعت 4 بخوابم، در غیر از اون ما تا 5 شب هم بیدار میباشم. هر لحظه ما صفحات خبری را مچک میکنیم که چی خبری در مورد خواهر ما در مورد الهه می باشه، ولی هیچ کدام سخنی نمی باشد. ما می خواهیم که از دوستایی که تویتر استفاده می کنن، خوشبختانه امروز کسانی که دوستانی که در جنبش فمینیستی زنان در جنگ حضور دارن و عضویت شده دارن، در فیسبوک فعالیت بسیار زیاد دارن و هشتگ فریلاها را استفاده می کنن. و از دوستایی که تویتر استفاده می کنن، ما می خواهیم که لطفا هشتگ فریلاها را به کار ببرین و صدای الهه شوین. تنها اینجا مسئله الهه نیست، امروز طالب نه شما می خواهید نه ما می خواهیم، صرف نظر از هر موضوعی. من بسیار ناراحت شدم در یکی از پست ها، البته دیروز خواندم که طالبان نوشته کرده بودن در مورد الهه که پدرش تامی هست، مادرش لندغر و کلابی. یعنی مادر مرگ فوت کرده به لفظ کلابی خطاب میکنن، چون مادر من تاجک بود و پدرم پشتون. نمیخوای مسئله تعصب ایجا بیارم، ولی مادر مرگ فوت کرده کلابی خطاب میکنن و خواهر من در زندان انداختن. ما از همه شما میخواییم که لطفاً هشتگ فری الهه را استفاده بکنین و صدای الهه شوین. مادر من یک معلم بود، یک زن باسواد بود و فرزندی تربیه کرده بود که در مقابل تروریسم و در مقابل از این تروریست ها استاد. اما امروز این قسم یک واژه را در برابر مادر من این استفاده میکنن و الهه را هم در زندان انداختن. ما از شما میخواییم که لطفاً
شما صدای لاهه شوین، هر کسی تویتر استفاده میکنه یک هشتگ استفاده کردن و یک نام لاهه دلاورزی را نوشتن ای اوقدر سخت نیست، لطفا این را شما استفاده بکنین. و مهمتر از همه بعضی کسا در بعضی از تویترها هم دیدم که نوشته کرده بودن که البته در مورد قاری سید خوستی که فعلا وظیفه نداره، نخیر نه فعلا این وظیفه داره، ای یک البته یتیم خانه های شبکه اخوانی را شاید نامش شنیده باشین که از تمام کشورهای عربی، از عربستان سعودی، از زیادتر کشورها به اینو پول می مستقیما پول به حساب بانکی سراج الدین اخوانی می و سراج الدین حقانی خود قاری سید خوستی را البته ایجا مقرر کرده که باید مسئله یمی یتیم خانه ها را پیش ببره که چیزی به نام یتیم خانه وجود نداره، بلکه اسناد و مدارک را همو زمان لاحه برش دست پیدا کرده بود در خانه قاری سعید خوستی و ما میدانستیم که این صرف نامه و یا موجود بود که کی کدام افراد و تحت البته افراد که زیر سن چند سال باشن اونا را قاری سعید خوستی جذب میکرد، اونا را ترنینگ میدن، تعلیم میدن و یک بچی وقت نگاه کردن یا به خاطر چی کاری در خداوند خودش میدانه. خب ما باز نمیگم میگم که فعلا او کسی است که امارت اسلامی پشتش استاد است و همو گپ خودشانه که گفتن که در جای قدمای سراج الدین حقانی قدم میمانه. اونا به شدیدترین شکل ممکن از یک اماراتی خود دفاع میکنن. امروز به طور مثال در پنجشیر شما ببینین، در بدخشان ببینین، مردم خانش گرفته میشه، مردم حتی قسمی مردم هم میکشن اینا که تمام بدنش کبود هست. چرا ما صدا بلند نکنیم؟ بعضی کسایی هستن که بنابر تعلقاتی که دارن، بنابر تعلقاتی به این فکر هستن که برو خیر است اگر هر چی باشه ما از این طالب حمایت میکنیم. نه خیر، شما باید بدانین که همه مردم اینا میدانه، ضرور نیست ما بگویم اینجا بزرگواران تشریف دارن که ما نمیخوایم که البته گپی بزنم، چون اینا همشان بهتر از ما میدانن. طالب هیچ اصلا متعلق به ما مردم افغانستان نیست، او کسی است که فقط امیر میخواد که شما ببینین که در چی حد مردم در چی وضعیت قرار داده. و چند زمان پیش هم من برای یکی از خانم ها به تماس شده بودم، خودم من به تماس نشده بودم، زمانی که ما شلتر البته هیومن فرست فرار کردیم، امو زمان فاویده بودیم که اکسالا هر پخش کرده، یک خانم به تماس شد، چون ما امو زمان به تمام نهادهای حقوق بشری خبر داده بودیم که البته امو بعد از امو 27 اکتبر قصه می کنم یا بعد از 26 اکتبر که ما از شلتر سفیر اوف به خاطر که اکسالا هر منتشر ساخته بود ما فرار کردیم. ما به یکی از خانم ها به تماس شده بودیم که من دوست ندارم نام کسی را بگیرم، اما اگر کسی که البته نام هایش جنازه ما موجود است میخوایی مسئله بسیار بزرگ است که فرد نمیتونه قضاوت بکنه، ای به دست محاکم و سازمان های مربوطه باید سپرده شود که باید بررسی بکنه. ما با اونا به تماس شدیم و در مورد ازی که ما جای نداشتیم همو زمان البته به تماس شده بودیم برش، او بالاخره با چند نهاد رفته بود و به نام الهه پول جمع کرده بود از چند نهاد همو زمان و بالاخره این پول نزد خود نگاه کرده بود به مدت بسیار زیاد 50 روز. این اقتصاددان میتونه بگه که 50 روز که به او مبلغ پول در نزد یک کس باشه چقدر سر از او درآمد میکنن. اگر مردم افغانستان توقع داشته باشه که پروژه هایی را که شما میبینید میلیاردها دلار بگیره، کسی به یا میلیاردها دلار نمیده یا حتی به خاطر 50 دلار هموطن خودم فروشن، به خاطر 100 دلار حتی اینا هموطن خودم فروشن. باز هم تکرار میکنم که از دوستایی که تویت میکنن به خاطر الهه، این تویت شما تنها به خاطر الهه نیست، بلکه این تویت شما به خاطر تمام مردم افغانستان هست. و من باز هم از دوستایی که ایمیل از کمیشنر البته عالی حقوق بشر سازمان ملل متحده داشته باشن در ژنو، اگر میتونن که با ما همکاری بکنن، چون ما میخوایم که نامه خود به اونا برسانیم و ایمیل به اونا داشته باشیم، چون ما جستجو کردیم یک ایمیل عمومی رو دریافت کردیم که متاسفانه چندین روز قبل ما ایمیل عمومی رو به اونا فرستادیم. من میخوام بگم اینا که در تقریبا اوایل جنوری ما یک نامه رو به دفتر ژنو نوشته کردیم و بر یک ایمیلی که البته فکر میکنم که از بخش تخلفات سازمان ملل بود، ما در مورد کارهایی که ریچارد بنت کرده بود و جانبداری هایش یک گزارش مفصل تهیه کردیم و با ثبوت ها و سند هایی که داشتیم زمیمه کردیم و از طریق ایمیل به او ایمیل البته بخش تخلفات سازمان ملل فرستادیم. اما از جنوری تا به حال بر ما جواب نامد. شبی که سودابه جان البته ویدیو گرفت و ضرب الاجل به طالب تعیین کرد که در ظرف 3 روز شما میتونین که باید لاهه را آزاد بکنین، در غیر از اون ما سندهای خود نشر میکنیم، 8 ساعت بعد از نشر ویدیوهای سودابه از همو ایمیل سازمان ملل که ما در مورد ریچارد بنت گزارش داده بودیم در مورد سوء استفاده وظیفه‌ایش، از همو ایمیل بر ما ایمیل آمد که شما 3 روز وقت دارین اگر در ظرف 3 روز شکایتتان درباره ریچارد بنت پیگیری بکنین در جایی که هستین خوب، در غیر از او شما حق شکایت نداره. یعنی شما ببینین که کسایی که حتی این نهادهای اکثریت نهادهایی است که اینا دم از حق زن یا حق بشر میزنن، اما چون این چیزی اصلا وجود نداره. خب به هر صورت از دوستایی که با کمیشنری عالی حقوق بشر اگر میتونن ما را در ارتباط بسازن و میخواهیم که صمیمانه ازشون تقاضا میکنم که لطفا ما را کمک بکنن. و در ضمن از
8 صبح. من تشکری می کنم از آقای مقیم و دوستانشان که صدابه جان هم نامشان بردن. یک جان تشکر. روزنامه 8 صبح یکی از روزنامه هایی است که ایران می خواهیم بگویم که روزنامه 8 صبح یکی از روزنامه هایی است که مانند چندین رسانه دیگه که بر ما کمک کردن که اخبار در مورد الهه را به شکل بسیار خوب انتشار دادن. اینا کسایی هستند که بهتر از همه طالبان میشناسند و اینا کسانی هستند که همیشه در مقابل مردم افغانستان همیشه البته در پهلوی مردم افغانستان استاد بودند. باز هم ما می خواهیم که لطفا هشتگ فری الهه به کار ببرین و از کسانی که در این سپیس البته سخن گفتن یک جهان تشکر میکنم. ما از این بعد وقت تعیین میکنیم در صفحه سودا بجان مندازه که همه شبه سپیس به خاطر الهه از این بعد البته سر از فردا شب سپیس میگیریم به خاطر الهه و به خاطر دادخواهی، نه تنها به خاطر الهه بلکه به خاطر تمامی که زنانی که در زندان طالبان است. به طور مثال امروز خواهر ما الهه در زندان طالبان است و اگر ما مثلا براتون بگویم که از صبح که ما از خواب بیدار میشیم که پدرم که الهه میگه نام الهه را میگیره، اینقدر ما نام الهه را میگیریم که ما دیگه هیچ گپی نداریم، صرف همون نام الهه را همیشه میگیریم. و تا وقتی شده که ما از صبح خسته متوجه تلفن بودیم که چی زمانی چی خبر پخش میشه، ما از صبح متوجه شدیم که ساعت به طور مثال 4 شب شده و ما همین قسم متوجه خبرها و رسانه هستم. یعنی بسیار ما در وضعیت بد هستیم. همین قسم امو کسایی که عضو فامیلشان است، شما ببینید چند روز پیش یک استاد بزرگوار به نام استاد مشعل که کتاب توزیع میکرد در بین مردم، اینا گرفتن دستگیر کردن. خب به طور مثال اگر کسی از همسر استاد مشعل بپرسه که شوهر تو را چرا دستگیر کردن، همسرش چی پاسخ خواهد داد؟ همسرش پاسخ خواهد داد که شوهر ما به خاطر ازی دستگیر کردن که بین مردم کتاب توزیع میکرد. شما ببینین که بله وطن ما مردم ما در حالت بسیار بد قرار داره و این توری ریسا را هیچ کس نمیخواد و لطفا صدای همدیگر باشیم. تشکر بانو صدف، شما از انتشار دو فایل صوتی هم یاد کردید و از ایمیل که از طرف سازمان ملل شما دریافت کردید که باید شکایتتان پیگیری شود. عکس العمل نهادهای حقوق بشری به انتشار دو فایل صوتی چی بوده؟ شما کدام واکنش خاص را دریافت کردید تا حالا یا خیر؟ از کسایی که از بخش حقوق بشر هستن، خب ما هم از طریق می رسانه ها بیشتر دنبال میکنیم. تا به اکنون کدام هیچ کدام واکنش نشان ندادن. به علاوه از یک واکنش نشان ندادن، ما در روز دوم ضرب الاجل خود قرار داشتیم که یک رسانه دیگه البته یکی از کارمندانش بر ما تماس گرفتن و او را به گونه شخصی نه در رابطه با یک عضو از رسانه باشن بلکه همو تو با ما تماس گرفتن و گفتن که کسی بود که البته نزدیک با آقای ریچارد بنت بود و این گپ از زبان آقای ریچارد بنت گفته بود، نه از زبان رسانه، از زبان ریچارد بنت گفته بود که ما با کسایی که البته از حقوق بشر هستن و اینا ریچارد بنت و اینا همشان میگن که ضرب الاجل و این چیزا فایده نداره. ای گپ اونا گفتن و ما تا به حال با کسایی که البته از حقوق بشر هستن میبینیم که هیچ کدام واکنش اینا نشان ندادن. صرف یک چند کسایی هستن که اینا بین خود بزن البته حتی اسپیس هایی که برگزار میکنن در مورد الهه صحبت نمیکنن. با وجود از اینکه ما در یکی از رسانه ها تقریبا 3 روز قبل ما در یکی از رسانه ها خبر شدیم که البته یک گزارش در مورد الهه انتشار داده بودن، البته اونا نوشته کرده بودن که کدام کسی از استخبارات طالبان به رسانه آمو البته به رسانه آمو کسی از طالبا گفته که الهه در زندان طالباست. این گزارش ما 2 روز قبل یا 3 روز قبل خواندیم ولی با وجود از این نهادهای حقوق بشری خاموش هستند. خب خاموشی از اینا به دلیل از این است که آقای ریچارد بنت نمیگذاره که صدای ما بلند شود. آقای ریچارد بنت نمیگذاره. خب دلیلش این است که اولین روز ارتباطات را که با خانم حبیب آشنا داشتن، خانم حبیب آشنا در روز اول در 30 اگست وقتی که الهه امرایشان صحبت کرد به شکل ترجمان بین الهه و ریچارد بنت گپ زد و گفت که گفته بود که نهاد دیگه نیست، ما به نهاد هیومن فرست که همو حبیب آشنا مزویت از او را دارن و حال بنابر تعلقات به نوع الهه را به طالب تسلیم کردن. و باز هم تکرار میکنم که اگر میتونن دوستایی که صدای ما را بتونن، ما خود ما صدای خود را میرسانیم، صرف اگر بتونن که ایمیلی از البته دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بر ما برسانن ای بسیار خوب خواهد شد. تشکر. ما در مقدمه برنامه و برای متنی که به
بر اعلان برنامه هم نوشته بودیم و تذکر داده بودم و گفته بودم که در واقع آنچه که بر الهه و خانواده دلاورزی میره، این ستمی که بر آنها میره، در اصل یک نوک از کوه یخ است که ما او را میبینیم. زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وضعیت شدیدن بحرانی و خرابی را دارن تجربه میکنن. ما در اینجا در اسپیس استاد محق با خود داریم. استاد بفرمایید، در ارتباط به گفته هایی که دو خواهر خانم دلاورزی صحبت کردن، گفته هایی را که داشتن، شما اگر کدام گفتنی داشته باشید بفرمایید، میشنویم. تشکر مهران صاحب، با عرض سلام خدمت شما و همه مهمانان عزیز و تشکر از سودابه جان و خواهرشان که ما را در جریان وضعیت تراژیک و دردناک قرار دادند. در این روزها سوالات زیادی در ذهن بسیار از مردم افغانستان وجود دارد نسبت به قضیه بانو الهه، هم در داخل مردم با نگرانی تعداد زیادی، حالا اگر صدای خود کشیده هم نمیتونن، ولی دیده میشود که با نگرانی وضعیت پیگیری میکنن، هم در بیرون نگرانی در سطوح مختلف وجود داره که هم سرنوشت الهه و هم دیگر بانوانی که در معرض ترک ستم قرار میگیرن به کجا خواهد انجامید. به هر حال فرصتی بود که بخشی از این وضعیت دردناک را بشنویم و مردم در جریان قرار بگیرند. البته در ضمن صحبت های ایشان اشاره شد به نهادهای از جمله هیومن فرست و غیره، یا بعضی افراد و اشخاصی که در قضیه دخیل بودند. ما به لحاظ حقوقی یک رسانه وقتی که زمینه طرح یک ماجرا یا یک کیس حقوقی مطرح میکنه، موظفیم که برای اونها امکان دفاع بدیم. معمولا در قضای حقوقی موضوع نباید یک طرف مطرح بشه، طرف اگر مقصر هست یا نیست به هر حال امکان دفاع داشته باشه. حالا ای مهران صاحب، باز شما در جریان قضیه باشین، خوب است که اگر اونها میخواستن از موقف خود دفاع کنند یا بعضی مسائل رد کنند یا جواب و توضیح دیگری داشته باشند، این حق برای اونها محفوظ است. ولی خب پیشنهادی که هم برای خانواده خانم دلاورزی میشه داد و هم دیگر کسانی که در معرض چنین وضعیت اسفناک قرار گرفتند یا قرار دارند، مسئله ضرورت مستندسازی و داکومنتیشن است. ما در مورد طالبان یک تجربه 5-5.5 سال قبلا سپری کردیم که آدم های زیاد شکنجه شد، به زندان رفت، تبعید شد، فرار کرد به تهمت های مختلف، به ادعاهای مختلف بر اساس عقده ها و انتقام کشی های شخصی، انگیزه های قومی، انگیزه های حزبی و ده ها انگیزه دیگر در سراسر افغانستان مسائل شد، و خصوصا باز جنایات فجیعی که در شمالی شد، در بامیان شد، در مناطق از شمال افغانستان شد، بخشی از یک نمونه کوچکی از آن چی بود که نازی ها در اروپا در حق یهودیان و در حق مخالفین و منتقدین خود انجام داده بودند. سایز و حجم این شاید کوچکتر بود، اما از همون جنس بود جنایاتی که انجام شد. متاسفانه این موارد در کس ثبت نکرد. در او زمان ما نهادهای داخلی هم نداشتیم که امکانات و توانی داشته باشند، یا حتی کس جرأت نمیکرد که کار انجام بده. یک طرف قضیه البته برمیگرده به ای که در افغانستان ما عادت به نگارش، عادت به ثبت سند نیست، همی فرهنگ ما نداریم. تاریخ ما یک تاریخ شفاهی است و هر کس به هر گونه خواست روایت میکنه. برای مستند سازی کار جدی نشده. ما در دگر سامی کم بوده داریم، از مبارزات سیاسی جنبش ها گرفته تا کارهایی که حکومت ها کردن بسیار از مبارز ثبت نشده، و آرشیف هایی هم که داریم به نام آرشیف ملی یا آرشیف های دیگر به شکل تخصصی مورد نگهداری قرار نگرفته. بخشی از اسناد تاریخی ما تلف شده، بخشی هم در معرض تلف شدن است، و او چیزی هم که هنوز تلف نشده از او استفاده ای صورت نگرفته، برخلاف آنچه که در سایر دنیاست. حالا پیشنهاد ما این است که حداقل در شرایط کنونی
که تکنولوژی پیشرفت کرده، تعداد باسوادهای ما نسبت به گذشته به مراتب بیشتر است. ما امکانات زیادی برای ثبت داریم، از موبایل های خود گرفته تا کامپیوتر تا راه های گوناگون، و همچنان انتقال اینها به بیرون و رساندن اینها به مراکز معتبرتر حقوق بشری یا نهادهای تحقیقاتی دیگر. در این زمینه ما باید از این فرصت استفاده کنیم و این کوتاهی های گذشته تکرار نکنیم. هم خانواده دلاورزه لازم است برای مستندسازی تمام موارد که اشاره کردن، از هر کس هر سندی که دارن اینها رو میشه تبدیل کنن به، اگر نوشتاری است، اگر مسیج در واتساپ است، اگر در مسنجر است، اگر ایمیل است، مثلا اینها رو اسکرین شات بگیرن یا پی دی اف درست کنن. اینا رو حالا نرم افزارها و اپلیکیشن های مختلفی هست که کار رو آسان کرده و میشه مجموع اینها یک فایل یا دو فایل شوه، مثل یک کتاب شوه، یک فایل حقوقی باشه، صدها سند و نسخه در او وجود داشته باشه که تاریخ او هم ثبت است و دیگه مشخصات هم، و میتونه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیره. وقتی که ما چنین اسنادی داشته باشیم، هم از مورد بانو الهه و هم از موارد دیگری که در افغانستان اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن است، راه را باز میکنه برای به محاکمه کشاندن جانیان و جنایتکاران. مردمی که مجرم هستند معمولا در حین دست به ارتکاب جرم میزنن که در موقف قوی قرار دارن. وقتی که به قدرت سیاسی و نظامی دست میابند، پول و ثروت دارن، به شبکه‌های مافیایی و استخباراتی وصل هستند، اینها ناگهان تغییر روحیه میدن، تغییر رفتار میدن، شخصیت اینها تغییر میکنه، دچار تفرعن و غرور بیجا میشوند و فکر میکنن که انسانهای دیگر مثل مال و ملک و اشیایی هستند که با آنها هر گونه خاص میشه رفتار کرد. نه حرمت عاطفی انسانها میشه در نظر گرفت، نه حرمت جنسی انسانها میشه در نظر گرفت، نه حرمت حقوقیشان میشه در نظر گرفت، نه حرمت مالیشان میشه در نظر گرفت، و با هر کس هر گونه بخواهیم میتونیم رفتار کنیم و بازپرس و بازخواست هم نخواهد بود. ولی ما باید نشان بدیم، نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها، سازمان‌های مدافع حقوق مردم باید به مجرم بفهمانند که هر عملی، هر جنایتی پیامد خواهد داشت، به طور نیست که گم شوه و فراموش شوه و کس پرسان نکنه. و اتفاقا تجربه های زیاد وجود داره از جنایت نازی ها، از جنایت تعدادی از فرماندهان سرب در جنگ های بوسنی و آلبانی و مناطق بالکان، و همین ترتیب در رواندا و بروندی و خمرهای سرخ و نمیفهم جنگ هایی که در جنوب آسیا شد. کم و بیش اکثر مجرمین روزی شد که به پای میز محاکمه کشانده شدند، مورد محاکمه جدی قرار گرفتند، از جنرال های بسیار قدرتمند گرفته تا کسانی که در مقام وزیر، در مقام مغز متفکر این سازمان ها عمل کرده بودند. ما در مورد طالب هم باید به همین سمت برویم، و هر طالبی که آدم میکشه، هر طالبی که مردم رو به نقش شلاق میزنه، هر طالبی که مال مردم رو غصب میکنه، هر طالبی که دختر مردم رو بزرگ میگیره، هر طالبی که باعث رعب و وحشت در جامعه میشه، و باید به اوی پیام رسانده شود که وضعیت تا آخر این گونه نخواهد ماند. فردا و پس فردا روزی میرسه که یک و یک شما به محاکمه کشانده خواهید شد و به جزای خود خواهید رسید. یکی از گام های ضروری در این جهت مستندسازی است. این سندها باید به لاحه فرستاده شود، به ژنو فرستاده شود، به جاهای مختلف دنیا که وظیفهشان پیگیری رقم مسائل است، باید اسناد جمع باشه. سیاست مدارا کار خودم میکنن، چی میخوای سیاست مدار آمریکایی باشه، چی اروپایی باشه، چی پاکستانی و ایرانی و هندی و عرب و عجم، کار سیاسی و کار دیگه است. اما آنچه که ماندگار است مسائل انسان هاست، مسائل حقوق بشر است، مسائل عدالت است. اینها کار یک روز دو روز نیست و فراموش نمیشه، و اینا در تاریخ هم ثبت میشه و فرصت برای محاکمه هم خواهد رسید. بسیار از سیاست مداران 2 سال در حکومت هستند، 4 سال در حکومت هستند، بعد پارلمان هستند، در جای دیگه هستند و میروند و در تاریخ گم میشوند. ولی موضوع انسان ها و صدای عدالت و مبارزه با ستم صدایی نیست که به آسانی پژواک و در تاریخ ناپدید شود. ما هم اخلاقا موظف هستیم در این جهت تلاش کنیم. نکته بعدی موضوع رسانه هاست. در شرایط کنونی در داخل افغانستان رسانه ها سرکوبند. یک تعداد رسانه ها بسته شدند، از کار افتادند، به تعطیلی کشانده شدند. یک تعداد متاسفانه
که با دید تجارتی به مسائل می دیدن و می بینن خود را عیار کردن به شرایط طالب تا هیچ چیزی خلاف میل طالب از تریبون اونها گفته نشه و چیزی بگن که طالب به اونها امکان ادامه حیات بده به هر شکلی که شده. دیگه هیچ پرنسیب جز موضوع تجارتی ندارن که حساب اینها جداست. از این جهت و از دو طرف ما دیدیم که متاسفانه بخش زیادی از خبرنگارهای ما و فعالان رسانه‌ای ما مجبور شدن کشور را ترک کنند و آواره جهان شدن. در همین شرایط سخت افغانستان تنها مانده، مردم افغانستان در یکی از سختترین تنگناهای تاریخی خود قرار دارند و دنیا کم و بیش پشت کرد از جز چند تا شعاره که گاهگاهی به شکل کلیشه‌ای تکرار میکنن که وضع فقر و مردم زیر خط فقر هستند و چند میلیون گرسنه است و باید کمک شود. غیر از همین دیگه توجه جدی و اراده متاسفانه در شرایط کنونی برای دفاع از میلیون ها انسان مظلوم و دربند و کشور انجام نمیشود. در این شرایط رسانه ها نقششان برجسته‌تر میشه و اهمیت کارشان زیادتر میشه و مهم نیست به لحاظ کمیت دو رسانه باشه، چهار رسانه باشه، در رسانه باشه، مهم است که تعهد وجود داشته باشه به اینکه صدای مردم باید رسانده شود و واقعیت های در آنچه که در افغانستان اتفاق میفته باید به بیرون انعکاس پیدا کنه به هر قیمتی که هست. در اینجا هم رسانه ها باید تلاش خود بکنن، هم مردم خصوصا کسایی که در داخلن از راه های ممکن با استفاده از تکنولوژی موجوده واقعیت هایی که روزمره میبینن به نحو انتقال بدن در قالب تصویر، در قالب خبر، در قالب یادداشت به هر شکلی که ممکن است که دنیا باید بیخبر نمانه و در تاریخ هم باید این مسائل ثبت شود. بنابراین مسئولیت رسانه ها در این وضعیت سنگین تر است نسبت به دیگر شرایط. موضوع دیگه ای کم که اشاره شد در ضمن صحبت خانم سودابه و خواهرشان و آقای مهران هم اشاره داشتن، مسئله همو نوک کوه برف که از زیر از اقیانوس گویا بیرون زده و بخش عظیم او در زیر آب مانده و مردم نمیبینند تمثیلی بود از وضعیت سخت حقوق بشری در افغانستان. از روزی که طالب گرفته طبق معلوماتی که داریم چندین ریاست استخبارات این نظام و همچنین وزارت داخله اینها مصروف و مشغول دستگیری هر کسی هستند که مورد پسند نیست به دلیل سیاسی یا به دلیل امنیتی یا به هر دلیل دیگری. از او تعداد افسران حکومت سابق در اردو و پلیس و امنیت که مورد سوء زن قرار می گیرند بدون تأخیر دستگیر می شوند و زیر شکنجه قرار می گیرند و تعداد کشته یا ناپدید می شوند شروع تا اساتید دانشگاه، تا فعالان مدنی، تا بسیار دیگر. کسی به نام بسیار زن که عضو داعش است در حالی که یک تعداد واقعا عضو داعش نیستند، چون نام داعش نام بد است، خیلی ها برای بدنام ساختن متهم به داعشی بودن میکنن و دستگیر میکنن. کسانی به نام ارتباط با جبهه مقاومت، کسانی به ارتباط فلان و فلان، خوب برس ما و شما در جریان هستیم که خود امیرالمومنین اینها گفت که اجازه انتقاد از مسئولین ندارین، مسئولین نظام امارت باید بدنام نشوند. یعنی اگر اینها کار بدی هم میکنند شما نباید این بدر فریاد بزنین و مردم در جریان قرار بگیرن تا جایگاه امارت تثبیت شوه و برای از یک نام نیک ساختگی درست کنن. این سیاست است که اینها به یک گپ بسیار تأکید دارن و متاسفانه باعث یک رعب و وحشت کلان شده از این سر افغانستان تا او سر افغانستان. وضعیت به همین گونه است که نه در داخل طالب کس جرأت میکنه از خود کلان ها و مسئولین ها انتقاد کنه و خبرم هستن، طبعا اونا از ما و شما بیشتر خبرن که چی اتفاق میفته و به اونها خبرهای یومیه میاری از گمرک ها که سوء استفاده میشه و از معادن که فروخته میشه و از کارهای گوناگون دیگری که خلاف قانون انجام میشه و در موارد ما در روزنامه اشرف صبح بعضی از موارد افشا کردیم، یگان موارد به رسانه های دیگر رسید و البته به دلیل سرکوب بخش زیاد از این مسائل نکاس نمیکنه و تمام مسائل فساد گمرکی اینا نیست. از همه مهمتر مسئله وحشتناک حقوق بشری است. طبق معلومات میدانی نفر دواخانه دار است مثلا در
خیرخانه یا در جای دیگر در کابل، و یک طالب میره او را دستگیر میکنه به اینکه تو با فلان کس نشستی و برخواستی، که او آدم مثلا داعشی بوده، او مقاومتی بوده، او نمیفهم به حکومت سابق ربط داشته، او امرای امنیت ملی گذاشته بود داشته. وی دواخانه داره میبرن، زیر شکنجه قرار میدن تا از او چند هزار دلار نگیرند او رها نمیکنند، تا در این فاصله ای که او ناچار میشوه که او پول آماده کنه و بعضی واقعا ندارن هم مجبور میشن قرض کنن، مجبور میشن به شیوه های مختلف به هر حال خود رها کنن. در این فاصله مورد شکنجه هم قرار میگیرند و شکنجه های سخت هم میشوند، و این در یک ریاست هم نیست، در ریاست های مختلف امنیت یا استخبارات این کار انجام میشوه، همچنان که در وزارت داخل انجام میشوه. متاسفانه مؤسسات حقوق بشری دسترسی آزادانه به این دستگیر شده ها ندارند، خانواده های اینها جرأت نمی کنند که صدای خود را بکشند و به کس شکایت کنند، و آنچه که از طرف سازمان ملل و امثال اینها انجام می شود هم نه تنها که کافی نیست، متاسفانه در موارد کلیت سازمان ملل نمیگیم، اما افراد یا حلقات در مؤسسات مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان هستند که کارشان مشکوک است، مشکوک است بابت اینکه تعداد اینها لابیگران طالب هستند، به نفع طالبان کار میکنند، با اونها منافع مشترک دارند، یک تعداد اینها اساسا دیپلمات ملل متحد نبودند، پروفشنل و تخصصی و مسلکی نیستند، بلکه افراد وابسته به سازمان های استخباراتی بعضی کشورها هستند که زیر پوشش ملل متحد کار استخباراتی خود بهتر پیش برده میتونند، و اینها با استفاده از آشوب و به هم ریزی که در افغانستان شد و تغییراتی که در پست ها و وظایف آمده راه فرصت پیدا کردند که راه بیابند به داخل نهادهای سازمان ملل، و اینها برایشان اصلا او مأموریتی که سازمان ملل داره مهم نیست، برایشان مأموریتی که از طرف نهادهای استخباراتیشون داده می شود مهم است. نهادهای استخباراتی متاسفانه افغانستان به چشم یک میدان جنگ نیابتی می بینند، که در اینجا این حکومت از او حکومت رقیب انتقام بگیره، این سازمان و سازمان دیگر به چالش و به دام بیاندازه، و برای از او اصلا مهم نیست که مردم افغانستان چه رنج روزانه میبرند، در فقر زندگی میکنن یا شکنجه میشوند یا دیگه بلاخه بر سرشان میاد. بنابراین نیاز هست که نهادهای خصوصا نهادهای افغانستان، نهادهایی که متعلق به مردم افغانستان است، فعالان افغانی که بیرون از کشور هستند در عرصه حقوقی و مدنی و اینها کار کردن، باید موضوع شفافیت هم سازمان ملل هم بعضی مؤسسات و سازمان هایی که ادعاهای کار برای مردم افغانستان دارند، باید شفافیت اینها مورد بازنگری قرار بدن، باید سازمان های به عنوان دیدبان و ناظر بیطرف ایجاد شود یا باشه که نظارت کنند بر کار اینها و موارد مشکوک مطرح کنند، افکار عمومی در داخل و در خارج، در کشورهای دموکراتیک، در جایی که آزادی بیان وجود داره باید مردم در جریان قرار بگیرند که زیر نام فلان مؤسسه یا فلان ادعا و شعار حقوق بشری چی کارهای انجام میشه. اگر آنچه که در صحبت های خانم سودابه مثلا اشاره شد از هیومن فرست و بعضی مؤسسات دیگه به همین شکل باشه که اینها میگن، خب ای ما با یک فاجعه روبرو هستیم که اسم یک مؤسسه مثلا باشه، من گفتم به لحاظ حقوقی داوری نهایی باید بگذاریم وقتی که اونها هم امکان داشته باشن از خود دفاع کنن، ولی آنچه که تا حال شنیدیم یک تناقض میرسانه که یک مؤسسه اسم او باشه هیومن فرست و بعد از او چنین اعمال را انجام بده یا کمک کنه در دستگیری یک بانوی بیدفاع و آسیب پذیر، و موارد مانند ای ادعاهای دیگری هم از جاهای دیگر میشه در رابطه با مؤسسات دیگری. به هر صورت این قسمت نیاز به یک شفافیت و کار جدی داره. خوش شدیم که صدای خانواده دلاورزی شنیدیم، امیدوار هستیم که با کمک طرح این مسائل هم مشکل در قدم اول مشکل بانو الهه حل شود، که برای بسیار از مردم مایه اندوه و جگرخونی است. همه ما به نوبه خود رنج بردیم از لحاظ عاطفی و اخلاقی نسبت به آنچه که اتفاق افتاد، و هم امیدوار هستیم که این بهانه شود برای جرأت یافتن خانواده های دیگر، شجاعتی که امروز خانم سودابه و خواهرشان و فامیلشان
نشان میدم در دفاع از یک عضو خانواده خود، از یک خانم، از یک دختر افغانستان. این شجاعت ستودنی است، این به میدان آمدن و صدای خود را بلند کردن، او هم در مقابل یک گروهی که هیچ حد و مرز برای آدم کشی نمیشناسه. این شجاعت، شجاعت قابل تقدیر است. امیدوار هستیم که شجاعت تکثیر شود. امیدوار هستیم ده ها و صد ها خانواده دیگری هم که قربانی چنین ماجراهایی شده باشند در پنجشیر، در تخار، در بدخشان، در هرات، در بلخاب، در قندهار، در هلمند، در هر جای دیگر، کم و بیش فرصت پیدا کنند و جرأت پیدا کنند که بیان صدای خود بکشند و این مردم رو به چالش بگیرند. مسئله یک روز و دو روز نیست، هم از حق کسایی که امروز قربانی هستند باید دفاع شود، هم کسانی که بالقوه در آینده در معرض قربانی شدن قرار دارند باید دفاع صورت بگیره. با تشکر. تشکر جناب استاد از شما و همچنان تشکر از بانو سودابه سها دلاورزی و همچنان خانم صدف دلاورزی، خواهران الهه که فعلا در بند طالبان هست. به امید آزادی وطن و به امید تأمین حقوق بشر و حقوق زنان در کشور و به امید آزادی هرچه زودتر خانم الهه دلاورزی. همچنان تشکر میکنیم از تمام مخاطبان و شنوندگان تویتر اسپیس روزنامه 8 صبح. هفتوار برنامه اسپیس 8 صبح به صورت منظم در روزهای جمعه که مطابق وقت کابل شب شنبه میشه درباره موضوعات مختلف برگزار میشه. در کنار این ما در جریان هفته اگر مورد به مورد مهم برخوردیم در جریان هفته همچنان اسپیس ها را برگزار میکنیم. تشکر از این که همیشه 8 صبح را در پلتفرم های مختلف دنبال میکنید. شب و روز بر همه خوش. خدا نگهدارتون.